این بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. طبق معمول هر هفته با دوستان هستیم از کانون آوا، کانون منتقدین و جدا شدگان از سازمان مجاهدین، یا به گفته جدا شده از فرقه رجوی. امروز با آقای حسن حیرانی هستیم که ایشون قبلا هم در برنامه های ما بودن، شخصی بسیار خوش سخن و سخنور، و به نظر میرسه که شما بینندگان هم ایشون رو دوست دارید، چون شنبه با 3 تا سوال ما شروع کردیم اون فلایر یا پوستر رو و دیدم که امروز تبدیل شده به 10 تا پرسش. امیدوارم آقای حیرانی با صبر و حوصله به این پرسش ها پاسخ بدن. آقای حیرانی خیلی خوش آمدید، سلام میکنم به شما و بگید که حال احوال خودتون چگونه است تا بعد بریم سراغ سوالا و پرسش ها. ضمناً برنامه‌ای که الان میبینید روز دوشنبه ساعت 12 از واشنگتن، از نیویورک، هر روز پخش میشه، بازپخش میشه، چه الان در حین برنامه زنده و چه در برنامه های بازپخش. شما میتونید تماس بگیرید، سوالی اگر هست مطرح کنید، بپرسید، نظری هست عنوان کنید، و این دوستان کار زیبایی رو که انجام دادن از اولین روز که 5-6 سال قبل بود درها رو باز گذاشتن، درست برعکس سازمان مجاهدین که در و پنجره و همه چیز رو بسته و خود گوید و خود خندد که به اصطلاح به هیچ جام نرسیدن. آقای حیرانی من ساکت میشم، این شما و این هم بینندگان شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید، با شما هستیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما جناب صوبی و بیننده های محترم، در رابطه با وضعیت ما که حالا خب در طی برنامه چشم خدمتتون عرض میکنم و در خدمتتونم. خیلی ممنون. بیشتر پرسش ها امروز راجع به ارتش سایبری هست. به نظر میرسه که ارتش آزادی بخش هم اسیر تکنولوژی جدید شده و اینترنت یا وب یا همون تار عنکبوت ها مجبورشون کردن که بنشینند و به اصطلاح امیدوار باشن که از طریق اینترنت بتونن کاری انجام بدن. اگه لطف کنید یه مقداری روشنگری کنید در رابطه با ارتش سایبری فرقه رجوی، ممنون میشه. در رابطه با این موضوع اولین بار من خودم همین مصاحبه با الجزیره انگلیسی داشتیم و چندین خبرگزاری دیگه پارسال بود، و همین که بچم مقاله به تفصیل نوشتم تحت عنوان ارتش سایبری مریم پاگیرایی که 3 قسمت، حالا قسمت سومش هم به زودی چاپ میشه، که تا اونجایی که در حد توان و قلم و بیانم بوده من از نطفه تا بلوغ این ارتش سایبری، این فرقه رو به اصطلاح ارتش سایبریشون رو تشریح کردم که برای دوستان که بدونن در پی چه حوادثی این ارتش به وجود اومد، یا اصطلاحاً الان در لفظ گفته میشه، و خلاصه استارتش کجا خورد و اصلا چی شد که فرقه که به دنبال این بود که مغز به هیچ وجه نفراتش هیچ اطلاعی ارتباطی با خارج از سیاش‌های فکری و عینی این فرقه نداشته باشن، چی شد که یه دفعه کار به اینجا کشید که در خلال برنامه توضیح میدم. های ایرانی، این کلمه سیاج ها که شما استفاده کنید همون سیم خاردار و اینها میشه نه؟ بله، این کلمه عربیش که حالا ما آدکه منظور همون فنسای دور اشرف که بود، که سیاج های چیز بود به صورت اسلام توی مهندسی نظامی بهش میگن مدل خارپوشی، 3 حلقه توپ سیاجی روش بود، که و همچنین اون شمشیرک هایی که به اون تیرک ها بست بود رو به داخل بود، برعکس همه پادگان دنیا که این سیم خاردارا و همین به اصطلاح سیاجا اون تیزیش رو به بیرون بود، در اشرف و در راه بود رو به خودمون بود.
خیلی جالبه دوستان، حتما کسی از بیرون بیاد تو تحلیل بود، کسی از داخل بره اومد. بله حتما دقت کنید پادگان ها رو که میبینید، یا فقط زندان ها هستند که بعضی هاشون این خارها به طرف داخل هست و هم خارج که بله. کسی، ولی این ماجرا معمولا پادگان های ارتشی و اینها فقط این به طرف خارج هست که کسی از خارج وارد نشه، و این نکته جالبی بود، من تا حالا دقت نکردم. خب ممنونم. بله که ارتششون ارتش داوطلبه. بله بله بفرمایید که ماجرای این ارتش سایبری به اصطلاح پیشنهاد کسی بوده، یا اینها دیدن که اگه این کار رو نکنن عقب میمونن؟ چون الان میدونیم که خیلی از جنگ ها به صورت اینترنتی و از طریق همین فضای مجازی انجام میشه، حتی گفتن که جنگ های بعدی از توپ و اسلحه و تانک و هواپیما و اینها خبری نیست. این میشه به ما بگید که مثلا پیشنهاد کسی بوده یا چجوری بوده که اینها شروع کردن این کار رو؟ جناب سوری اگه موافق باشین من شروع کنم از قبل جنگ 2003 و بعدش یک مختصر، اگر اجازه بفرمایید که بیننده‌ها بدونن که مثلا گردش کار در این فرقه به چه صورت بوده. حتما بفرمایید. در فرقه ما دو تا چیز داشتیم، یه سازمان کار افراد بود، یه سازمان رزم افراد بود. سازمان رزم افراد بر اساس مثلا ارتشای بیرون، حالا با متدای خودشون که مثلا خب به لازم نفر اونقدر مثل ارتشای بیرون نفر که نداشتن، مثلا در یک های کوچیکتری سازمان رزم داشتن. سازمان رزم افراد عبارت بود از اون بر اساس اون آموزش هایی که دیده بودم، مثلا یکی راننده نفربر بود یا توپچی بود یا فشنگزار بود، فرمانده بود، اصطلاح بهش مثلا اف تانک، اف نفربر، یعنی فرمانده تانک، فرمانده نفربر، یا اف نیروی، یا این سازمان رزم نفرات بود. یعنی هر جنگی پیش بیاد، هر کاری بودن که سازمان کار جنگی رو بخوان راه بندازن، هر کس جاش مشخص میشه. علاوه بر این، اینها یه چیزی داشتن به اسم سازمان کار، که سازمان کار مثلا خب علاوه بر تخصص نظامی که به هر نفر که حالا بعد از همون عملیات فروغ جاویدانشون که به هر حال ارتش زرهی مثلا تشکیل دادن، خدای اینا که مربیای عراقی از ارتش عراق رژیم بس عراق اومد اینا رو آموزش داد، بر اساس اون تخصص هایی که به افراد داده بودن اینا رو یه چیزمانی به لحاظ سازمان رزم بود. سازمان کار هم مجموعی کارهای جاری در داخل این فرقه بود که دیگه شما در نظر بگیرین از کارهای مثلا صنفی این فرقه گرفته تا کارهای لوجستیکی همین برحال اینا علاقات و زرهی و نفربر و اینا که زیاد داشتن تا لوجستیک اونا. حالا در داخل این فرقه، در داخل سازمان همین ارتش آزاد بخشی که اصلا اینا داشتن، خب برحال مشاغل زیادی به دلیل وجود جنگ افزار نظامی ایجاد شده بود، هر کس یه مسئولیتی، یه هیته، یه کاری داشت. خلاصه تو بالاخره هر کسی اسمهای مختلف گذاشت بودن، تیه مثلا مسئول تعمیر نگهداری، یا مثلا فرمانده فلان، مسئول بازرسی فلان. خلاصه نفر یک هیته اختیاری داشت که احساس میکرد واقعا داره مبارزه میکنه. خب گذشته از اونم که یه سری بحثای ایدئولوژیک رجعبی هم خب ساندویچ میشد، این مثلا تقلیز میکرد قضیه رو و افراد رو به لحاظ ایدئولوژیک اینطوری روپا نگردش کرد. از جمله اینکه این تانک ها یادگار شهداست و صدای شنی تانک، منظورم اون چرخ زنجیری تانک، اینا استخونه های شهداست، این صدای چرخ زنجیری تانک، شنی های تانک، صدای استخونه های شهداست، یادتون نره. یعنی اینا با یه انگیزه های ایدئولوژی اینطوری این رسیدگی رو نگهداری میکردن، این جنگ افزارهای که حالا بخشش رو صدام داده بود و بخشش رو در جنگ هایی که با ارتش ایران داشتن قرامت گرفتن. و برحال تا اینکه آمریکا میاد و صدام حسین سرنگون میشه و خلاصه قابلمه اینا چپه میشه. بعد از حالا ما خود ما تو همین هیروویر جذب این فرقه شده بودیم،
حالا بعد هم که برای ما گفتن ما شنیدیم از افرادیا با اینکه همون وقت هم ما اونطور بودیم، ولی خب خوب لمس نمیگردیم چون ما از قبل داخل فرقه نبودیم، ولی برای ما گفتن. بعد از اینکه اینا شروع کردن با آمریکا توافق کردن و به هر حال ارباب عوض کردن، خلاصه خیلی رک بخوایم بگیم، و تمام این جنگ افزارا و همین استخون شهدا و یادگار شهدا و فلان اینها که اینها افراد سالیان توش رو بساط میکردن، این وسط این همه رو دو دستی روح شهدا رو تقدیم به ایالات متحده، ارتش ایالات متحده کردن و اونا که همه رو برش منفجر کرد. بعد از یک مدتی که مثلا از گذشت این موضوع، خود سازمانکار فرقه و سازمانرزمش و به طور کل کلیه افراد دچار بحران هویت شده بودن، چون که اینها در یک دهه گذشته که تقریبا در یک فضای راکتی وجود داشته، عراق در تحریم بوده و خلاصه خبری هم نبوده تحولات، اینا آدم ها رو با همین جنگ افزارهای نظامی مشغول نگه داشته بودن که به هر حال ما با اینا میخواییم بریم خلاصه رو دوش قهرمانان میبریمش به تهران که مریم خانم ببرن به تهران. اینا وقتی که اینا رو تحویل میدن دچار یه بحران هویتی در داخل فرقه افراد میشن که خلاصه ما چیکار کنیم. حتی یکی از موضوعات مهمی که یه دفعه کلی فرمانده های جزء من میگفت که حتی در سال 76 که خاتمی اومد که سر کار که به لحاظ سیاسی یک ضربه بود برای ما، اون موقع ما اون جریان اپورتونیست که در داخل فرقه بهش گفته میشد خاتمی زدگی رو، میگو با وجود همین سلاح ها ما تونستیم افراد رو نگه داریم. حالا بگذاریم که بگیر به بنده هایی هم نشست های ناجوری هم اون موقع گذشته بودن و توف بارون و فوش بارون و اصلا نشست هایی که اسمش بوده نشست برو گمشو که خلاصه با بحث خاتمی زدگی اون موقع مقابله کنن که برای این مسیر اصلاحی مسیر دروغی و اینا هیچ تغییر نکرده، ایران همچنان مثل دهه 60 و افراد که از همه جا قطع بودن. حالا میگفتش که ما با همین سلاح ها بالاخره نفر چون پشت تانکش نشسته بود تونست از این اطلاعات سیاسی که حالا اون موقع اسمش رو میذاشتن عبور کنه. حالا گذشت بعد از سال 2003 یک دفعه این ارتش بی سلاح شد، خب افراد فاقد هیچ کاری اینها نبودن، اینا تا مدت ها مونده بودن چه کار کنن تا چند وقت که دیگه شروع کردن و استارت یک کار انتفاعی رو زدن در قسمت ضلع غرب اشرف، همون کمپ اشرف تو عراق بود، یک مجموعه صلح‌هایی بود که تقریبا فکر کنم 6 تا در 8 تا بود، مثلا 48 تا صلح و 50 تا صلح بود یا 5 تا در 10 تا حالا عددش، که بینش اینجا محل انبار مهمات بوده صلح که خودشون به عربی گفتن مثقفات، اونجا که اون صلح‌ها رو اینا کردن صلح‌های کارهای انتفاعی که از جمله درست کردن همین تریلر لایف، این چیم کانتینر و کانکس و اینا هست که خود من اونجا 3 سال کار کردم، چند بیشتر 4 سال اونجا مبین سوله ها بسیار غیر استاندارد تو همون سوله، هم جوشکاری میشد هم بنگال و صدان عربی شد اونجا میگفتن بنگال، همین کانکس ها رو رنگ میزدن و فضای اون سوله خیلی وحشتناک بود، همه کارون تو انجام شده، مثلا هر مقری توی کنه سلو که حالا اونجا یه شعارهایی هم که باز رجبی ورداشو میداد که اونجا من تا تو مقر ما زده بودم بالا، چیز که تولید انتفاعی در سرد و گرم اشرف اسطوره زمان است که حالا همش هم مثلا آدم ها دلشون خوش بود که ما داریم هزینه های جنبش رو در میاریم، حالا اون همه خرجی که تو عراق داشت میشد اون موقع، اون همه تو کار اجتماعی مثلا اون همه نفر می آوردن و قضا می دادن و به احزاب کمک می دادن که همه پول از سعودی می آمد، ولی ما در کل اون چند سال کمتر از 700 تا کانکس تولید شده، مثلا سولینا هزینه یک هفته هزینه های فرقه در را نمی شد، که البته دیگه این وضعیت ادامه داشت تا به سال 88 رسید. در سال 88 در پی انتخاباتی که بین دو رقیب اصلی که حالا احمدی نژاد، محمود احمدی نژاد و حسین موسوی بود و بعد اون تظاهرات ها راه افتاد یه دفعه که اصلا
کامل غیر قابل پیش برای فرقه و غافلگیر شد فرقه و توی اون برهه یه دفعه تظاهرات بزرگی را افتاد و اسم رهبرای اصلاح طلب ایران افتاده و سر زبونای مردم که خود فرقه هم شوکه شده مثلا چیکار بکنه، چون تا قبلش میگفت مثلا موسوی نخست وزیر دست آموز خمینی و خدا اینها، اصلا باور کردنی نبود برای فرقه که مثلا یه همچین قیامهایی در ایران، حتی برای خود ماها که در سال 82 به این فرقه پیوسته بودیم در سال 86 دیدنی تو ما فکر کنید در این پریود 6 ساله هیچ تصویر از ایران ندیده بودیم غیر از همون چیزی که تلویزیون فرقه نشون میداد، یک دفعه خب مجبور یه چیزایی رو انعکاس بده. بگذاریم که حالا اون شالهای سبز رو نفرات که تو تبلیغات کار میکردن به دستور فرمانده ها رنگش رو قرمز میکردن با فتوشاپ، مثلا زیاد چون اینا چیز جمعه سبز قبول نداشت. بعد اونجا حتی خود ما هم خیلی شوکه شده بود، مثلا این تظاهرات های تیپ و قیافه های نسل جدید جوان ها مثلا خیلی برای خود ما، حتی یه سری چیزایی هم که انعکاس میدادن از ارزم بزرگ رو یه سری مثلا خبرگزاری خارجی که مثلا این تظاهرات ها نسل جدید ایران ارتشی از خبرنگاران وجود داره، قطعا ما خودمون متوجه این چیزا نمیشدیم که چون که بعد یکی از این نفراتی که مسئول همون قسمت فرهنگی معنی تلویزیون و اینها بود اومد به ما گفتش که آره تو ایران یه چیز جدید اومده به اسم توییتر، تو این توییتر یک جمله تو میتونی بنویسی اینو سند کنی بره، بعد اینجوریه که اینقدر اخبار داره تبادل میشه که ما برای اولین بار مثلا اسم توییتر رو اونجا شنیدیم مثلا خودمون نمیدونستیم چیه، مثلا چون ما 2003 اومدیم تو سازمان 2003 خوالوش 2003 به بعد بود که شبکه‌های اجتماعی اصلا تو دنیا راه افتاد که تو ایران هم خیلی رشد سریع داشت. بعد این وضعیت ادامه داشت، اون موقع این یک بی‌هویتی سیاسی باز افراد دچار شده بودن که ای بابا یعنی در ایران دعوای اصلی پس اسمی از ما نیست، خواهر مریم پس کسی اسم از خواهر مریم میمیره، پس ما میخواد چیکار کنیم؟ و اینقدر حتی همون موقع ما تو مقر خودمون هم گفتن که حتی دو نفری سر این چیزا صحبت نکنیم، سر این مسائل داخل ایران که صحبت نکنه که به انحراف میریم، ما خودمون سازمان جمع‌بندی نهایی خودش ارائه خواهد داد کسی صحبت نکنه در این. تا اینکه اینقدر این بحث بالا گرفته بود، چون به هر حال در زمان بحث خاتمی اینا تونستن با بگیر و ببند و فوشبارون و توفبارون آدم ها در نشست ها به هر حال افراد رو خفه کنن و به هر حال اونطوری که میخواه خب دیگه ادامه بدن مثل سابق، ولی این دفعه دیگه خب مثل اون دفعه نبود، هم سلاح نبود، همینجا خب افراد سوالایی میکردن خودشون مثلا حتی نه افراد پایین حتی مثلا فرمانده های میانی، تا اینکه دیگه کار اونقدر به جای باری کشید که یه سری نشست گذاشتن و خود مسئول رجوی آمد و به صورت چیز روی صفحه وایت اسکرین صحبت میکرد و برای با چت نشست برگذار شد که هم مدام گفته میشد که حالا گاهن با لحن محترمانه گاهن هم یه خورده تیستر به نفرات گفته میشد که این سوالی که شما میکنید، این حرفایی که شما میزنید، این چیزایی که لپرای سیاسی اینا ولگرد، نتیجه ولگردی سیاسی و ما مجاهد خلق و ما مجاهد سرش رو کاسی سرش رو به خدا آریه داده و نمیدونم اون به صفوف دشمن نگاه میکنه و و به هر حال یه آیه معروفی هم داشت فهم از لبد و فیس و جفا هم که مثلا که این همه این تضاد هم کف روی آب به کنار میره و انهای اون چیزی که نمایان خواهد شد گوهر ناب مجاهدی و برحال انقلاب خواهر مریم و از این برنامه این گذشت ما به همین صورت اینطوری بود. ولی درسته که اینا با بدنی سازمان اینطوری برخورد میکردن و هر سوالی رو سرکوب میکردن و یا طرف رو جیم مالیش میکردن، یعنی این رفت میدونن به جنسیت که تو دوچار زندگی گرایی شدی، تو دوچار این شدی که مثلا مبارزه سخت و این سوالات افتاده، ولی مجاهد خلق یه سوال سیاسی نداره، مجاهد خلق پیمان وفا و یاری و امضای سوگند جلالب و برادر بسته و فلان از این حرفا، تو به این سوالا چیه؟ به این صورت مثلا باز نفر رو سرکوب میکردن. ولی علی رغم همه این
جالبازی هایی که خود رجوی و همدستا و همفکراش در کل سطوح تشکیلات داشتن انجام دادن، ولی خود اینا میدونستن که علت اصلی این که در فلک سیاسی ایران اینا جایی ندارن مقصر یکیشون خودشونن که به دلیل عقب ماندگی فکری و پسماندگی ذهنی خودشونه که سالیان افراد رو از همه چی دور نگه داشتن و به خاطر اینکه افرادشون دور نگه داشتن در نهایت خودشون رو از جامعه ایران قطع کردن با این بیگیر و ببندایی که داشتن که مثلا تحت عنوان استقلال، و برای همینه که اینا هیچ ارتباطی با ایران ندارن. یعنی شما ببینید حتی افراد درون جنبش، حتی الان هم کوچکترین ارتباط، یعنی شامل ارتباطی با خانواده خودش میشه نداره نفر. بالاخره پیام همین انقلاب خواهر مریم شد، پیام این سازمان پر افتخارش باید به خانواده خودش، به فامیل خودش برسونه، خب همین حق نداره. بعد چطوری این فرقه میخواد مثلا تو ایران جایی داشته باشه؟ اینا خودشون اینو میفهمیدن که عقب ماندگی فکری باشون که از صحنه سیاسی اینجوری عقب بمونن و به هر حال اونجا اسم رهبر اصلاح طلبی را میگن. به هر حال گذشت از این موضوع که این موضوع دیگه به همزمان مواجه شد با اینکه در اشرف بسته شد و برای تحریکاتی که از طرف خود فرقه بود و بعد خود دولت ایران هم که اینو قبول نمی کرد و بعد درگیری هایی که خب برای بخش عمدهش هم مسببش خود ما بودیم و انهای نفراتی کشته شدن و خلاصه در اشرف بسته شد و اون کارگاه هایی که ما می رفتیم کانکس درست می کردیم خب اصطلاح کار تولید انتفاعی تعطیل شد، چون چندین سال بر همون منوال بدنه خود فرقه رو می بودن مشغول می کردن به همین کارهای دیگه، جوشکاری می کردن که برش ورق می دادن و خودم کارم تخته کف می کوبیدم و کف پوش چسب می زدم و اینا، که همه آدم هم واقعا مریض شدن تو اون فضای غیرسا بود. دیگه اونجا بود که شروع کردن یه سری افرادی کارا برای کار اجتماعی هم که تحتیل شد، چون به موازات کار تولید اینا کار اجتماعی هم می کردن که مثلا نفر رو شروع کردن به صورت خیلی محدود یه سری یگانهای اجتماعی رساد تو همین فضای مجازی که اونم با یک برنامه میاندار به نام پیدین، که فقط ما یک صفحه چتی بود که این لینک میشد به فیسبوک، که در این فیسبوک ما به افراد وصل میشدیم، مثلا فقط چت بود، ما چیز از فیسبوک نمیدیدیم، فقط یه صفحه میدیدیم که توش میتونی تو چت کنی، کنارش هم لیست افراد بود که عمدتاً افراد عرب بودن دیگه، حالا کمتر بود موقع در فضای انگلیسی، چون خود فرقم تو عراق بود سعی میکردن که با ملای عربی اینطوری ارتباط داشته باشن. برحال این وضعیت بود خیلی هم محدود، مثلا از یه مغره که ما 130-140 نفر بودیم 10-15 نفر کارشون این بود، بقیه هم دیگه کارهای جاری و اینا هم برای افراد درست من سرشون بند میشه، یعنی کل کاری بود. تا اینکه دیگه ما از لیبر بعد از 19 فروردین اینها که دیگه همه دیگه رفتن تو کار حفاظت و تو ازلا و فلان، یگان ها مستقر شدن توی ازلا دیگه، تا اینکه ما رفتیم به لیبرتی. در لیبرتی عرضم بزرگتون که اینا بعد یه مدتی شروع کردم بعدم به همون محدودیت تو صفحه فیسبوک، این دفعه صفحه فیسبوک بود ولی تو هیچ چی رو تو صفحه فیسبوک نمیدیدی، همه چیش سانسور شده بود، یعنی ما حتی کلیدار هم نمیدیدیم، باید همینجوری حسی میدونستیم که اینجا پنجره بسته میشه یا باز میشه. تنها چیزی که در این صفحه فیسبوک قابل دیدن بود عرضم حضورتون که فقط نوشته ها بود، یعنی اگه کسی یه پستی برای شما میفرستاد شما فیلم یا عکس نمیدید، فقط نوشته زیرش رو میدید. توی اتاق مجاور که همون بنگال مجاور بود، یعنی کانکس مجاور، اصطلاحا یه خواهری نشسته بود، اون داشت صفحه ها رو چک میکرد و میگفتن که یه خواهری چک میکنه اونجا، اگه نقطه باشه ایشون به خواهر مسئول چک میکنه، به برادر مسئول میگه، برادر مسئول میاد به شما میگه، که یه همچین دور شمس قمری داشت که برای ما بفهمیم نفر کی اصلا داره باش چت میکنه، برای این رقم قیافه آدم ها رو نمیدونه، که حالا ما هیچ وقت نفهمیدیم محرمیت بین خواهر مسئول و برادر مسئول از کجا اومده که این به اون بگه اون بیاد به ما بگه. تا
تا اینکه من حتی یک خاطره ای هم بگم، اون موقع این کمیساریا توی لیبرتی می اومد، کمپ لیبرتی می اومد بازدید میکرد که هم دیگه، بعد می اومد بازدید میکرد، یه دفعه اومد تو هم اتاقی که ما داشتیم با فیسبوک همه، چون حالا ما زیاد هم کار کردیم دیگه، وارد بودیم میدوستیم هر چیز رو به کجا چی بنویسیم تایپ کنیم، با اینکه اون صفحه هیچی دیده نمیشد. بعد اون آقای با دو تا خانم اومده بودن، بعد تو همون اتاق اومده بودن، بعد دیدن که یه سری آدم نشستن خیلی جدی تونتون هم دارن با این کامپیوتر کار میکنن، فقط این طرف کلمه فیسبوک اون بالا گوشه میخوند، بعد تو این صفحات ما همینجوری خیره خیره نگاه میکردن، همینجوری مونده و گیج شدن چیه بالاخره، اینکه همش سفیده هیچی هم دیده نمیشه و یه سری نوشته هی میاد میره. بعد اون موقع همین شده بود یک جوکی که بران طرف الان فکر میکنیم ما داریم چی کار میکنیم، ولی خب چیزی نبود که واقعا واقعیت دردناک عقب موندگی های فکری این فرقه بود که حالا وضعیت ارتجاعی توی داشتیم، چون در لیبرتی که در اشرف که بودیم که حتی همین هم نبود، اینا تحت عنوان این که ما در یک فضای مثلا پاک و استریل خواهر مریمی هستیم و انقلاب خواهر مریم و ارزش سیغر زدن ارزش ها و فلان اینها که بسیار تهوع‌آور و شرم‌آور بود، که دیگه حالا تو لیبرتی هم به این صورت بود دیگه. تا اینکه ما از لیبرتی منتقل شدیم به آلبانی. جناب سوری سوالی نکته چیزی هست شما بفرمایید. من فقط اجازه بدید از دوستان تشکر کنم که اونها هم اینجا هستن و تایید میکنن گفته‌های شما رو درباره کار شاق در محیطی ناسالم برای این بنگال ها. آقای حنا نوشتن در کار بنگال سازی که خودم در کارش بودم، خیلی از کمر و زانو آسیب جدی دیدن. شما راجع به رنگ‌آمیزی صحبت کردید، اصلا قانون هست که یک اتاق مخصوص باشه، اونی که رنگ میزنه فیلترهای مخصوص استفاده کنه و هر روز به اصطلاح قوانین سخت‌تر میشه چون به معایب این کار بیشتر پی میبرن. ولی به نظر میرسه که سازمان مجاهدین مونده بوده توش، یه جایی میخواستن نقش جدید بازی کنن، یه جایی با اون به اصطلاح ارزش های قدیمی میخواستن خودشون رو دلخوش کنن و حقیقتا خودشون هم نمیدونستن چی میخوان، ولی دوستان دارن همون میگن که چون بعد از اون ماجرای تحویل اسلحه و اینها افراد بیکار شده بودن، به این وسیله افراد رو سر کار گذاشتن که بعدم ختم شد به همین ارتش سایبری که شما دربارش صحبت میکنید. ولی وقتی شما صحبت میکردید من اینجا نتونستم خودم رو نگه دارم و نخندم که شما، یعنی اون کسی که آمده نگاه میکرده میگفته شما روی صفحه‌ای که چیزی پیدا نیست دارید چی وارد میکنید و کار میکنید، و این فیلتر میشده توسط خود سازمان، یعنی سازمان به افراد خودش هم اطمینان نداره و میگه که ما باید ولی فقیه شما باشیم یا ولی یا قیم شما باشیم، چون شما نمیتونید تشخیص بدید که چه چیزی خوبه چه چیزی رو انتخاب کنید. من انتخاب میکنم، شما فرزندان صغیر هستید، درسته؟ نه اصلا میگفتن مثلا خود یه استدلالی که داشتن میگفتن که خداوند و پیغمبر حضرت محمد پیام های خودش رو رسونده، مثلا در اشکال نیایش در دین مبین اسلام اینطوریه که یک عده زیادی افراد به یک نفر اقتدا میکنن، اون یک نفر به خدا اقتدا میکنه موقعی که میخوان نماز بخونن. این پیامش برای ما اینه که برای وصل شدن به خداوند نیاز نیستش که آدم ها فردن به خدا چیز کنن، این پیام اینو به ما میرسونه که ما نیاز داریم به یک نفری که به اون وصل بشه، اون کسی که زیصلاح باشه، همون رهبر زیصلاحی که خبر مرگشون اینطوری تو کلی همه کرده بودن، که اون مثلا رابطه بین ما و خدا باشه، که کما این که بود سید الرجال عالمین همین آقا مسعود هم نماینده خداوند متعال در روی زمین بود، هم رابطه بین همین مجاهدین با پیغمبر اسلام، با ابوالفضل عباس، با امام حسین و تمام 12 امام و 5 و 14 معصوم. یعنی من خودم زمانی که در لیبرتی بودم برای مصاحبه ما رو صدا زده بودم، و
بعد اون خانم صدا میزد، یه سوال ممکنه من یه سوالی از شما بکنم؟ گفتم بفرمایید. گفت ما همون زمان ایام چیز بود، ما رمزون مثلا، گفتش که نفرات دیگه که از شما اومدن به ما گفتن که رهبرتون با عباس قرار ملاقات گرفته که شما باید چیزایی می‌رسید، جریان این چیه؟ ما که هم خجالت کشیدم هم خندم گرفت که گفتم نه این چیز سمبولیکیه در تشیع. مثلا ما توی ببخشید با حضرت علی، گفتش که با علی تو هم شبای احیا هسته. بله شبای من ملاقات گرفتم برای شما با آقا امیرالمومنین، که خلاصه دلنوشتی از آدما میگرفتن که تعهدات خودشونو میدادن به انقلاب خاورمیانه، به نمیدونم عزم 100 برابر جنگ، 100 برابر عزم هر چی بیشتر، که ببینید چه مسخره بخواید عقب مونده این مردک برداشته بود اونجوری همه رو سر کار. واقعا خیلی اصلا واقعا احساس خیلی بدی به آدمو دست میاد. برام خیلی هم افرادم که اونجا بودم خیلی افراد باسواده بودم، مثلا کسی بودن که کشوری خارج اومده بودم، خیلی درد آور بود این چیزا. این بله دقیقا همین که میگی خودشو نماینده خدا و تمام ائمه اطهار رو همه میدونست. یه موضوع دیگه هم فقط جناب صاحب تو صحبتتون بود ببخشید قبل از که ادامه، در رابطه با اینکه آدما رو مشغول کنن اینا توی اشرف، یک بودش این بود، یک بودش هم بهره برداری سیاسیش بود. اینها در همون مجموع مثقفات که اون سوله ها بود که یک آن اسم اون ده باشه بودن که شهرک صنعتی آفتاب، اینا پارلمانته رو شخصیت های عراقی و یا هر کی رو که می آوردن سوار این لنکروزای شیکی داشتن می کردن کولردار، بعد توی همون کوچه ها توی همون خیابونه بین این بین این سوله ها می چرخوندن که بعد اینجا شهرک صنعتیه، اینجا بازوی اقتصادی مقاومت ایرانه که ما یه جنبش مستقلی هستیم که هزینه هامون رو خودمون در میاریم، افراد با کار کردن اینطوری، یه سیاه‌بازی اینطوری هم اینا داشتن اون موقع در این رابطه. بفرمایید جناب صادق. بله دوستان میگن که افراد وقتی که کار رنگ زدن رو تموم میکردن انقدر رنگ روی صورتشون اینها بود که باید با پارچه نمدار بنزین به سر صورتشون میکشیدن تا رنگ پاک بشه، که عوارض بیماری پوستی به همراه داشت. خب حالا این رو پوست بوده میدیدین چقدر رنگ رفته بوده توی ریهشون و اینها، نتیجهش این میشه که این روزها مرگهای مشکوک میبینیم که بعد خودشون هم حتی اذعان میکنن که اینها ممکنه کرونیک یا مزمن بوده قدیم و اینها. آقای میرزایی میگن که سلام آقای سربی و مهمان برنامه شما، در مورد کار کانکت سازی هیچ قانون کاری و بهداشتی در کار نبود و میگفتن استقبال مالی استقلال مالی با همین کاره، در حالی که میلیون میلیون به شیوخ عراقی پول میدادن. حالا چقدر درآمد از این کار بود کسی خبر نداشت. این منو یاد دولت آمریکا و اصلا کشور آمریکا زمانی که بردهداری بوده، اون موقع بوده که آمریکا میتونسته توی دنیا به اصطلاح اجناس ارزونی رو ارائه بده و بازار دنیا رو در دست بگیره، چون کارگر مجانی، بعد یعنی هیچ اجباری هم نداشت قوانین رو رعایت کنه. این به نظر میرسه حقیقتاً افراد و شماها رو اینها به عنوان اسلیو یا برده ازشون کار میکشیدن، بعدم دلشون خوش بوده که یه درآمد کمی دارن تا اون درآمد رو بتونن به اصطلاح یک دستاویزی کنن برای پولشویی و تغییر پول و اینها. من از دوستان ممنونم. آقای شیرزاد، علی شیرزاد نوشتن که نمایندگان کمیسریا فکر میکردن ما در علم سایبر در مدارهای قرار گرفتیم و از تمام جهان جلو افتادیم که در صفحه سفید کار میکنیم، دنبال جاسوسی بودن که داستان چیست؟ شک کرده بودن اینقدر سریع این افراد حرفه‌ای دارن تونتون یه چیزایی رد و بدل میشه، خب طرف هم که نمیفهمه، ببینید صفحه هم همش سفیده، یه اسم فیسبوک، چون میدونین دیگه مثلا همین داعش یا مثلا القاعده اون زمان رو گفتن ارتباطاتشون از طریق
یک بازی رایانه‌ای بوده، بازی کامپیوتری بوده که اینا پیام‌هاش رو هم دیگه می‌دادن. بله. یه همچین شکای ایجاد کرد. بله. آقای رضاوی نوشتن آقای سوربی باز این دوستان حداقل کامپیوتر داشتن، دیده بودن. زمان صدام ما در اردوگاه بدنام اشرف نمیدانستیم کامپیوتر با برق روشن میشه با باتری یا باید هولش بدن تا روشن. ممنونم از دوستان. خب من ساکت میشم. آها یه دوستی سوال کرده در رابطه با بحث امروز نیست، ولی این سوالیه که خیلی ها میپرسن. اجازه بدید من ازتون بپرسم. میگن که آقای رضا میگن که سوال کنین آیا در بین جدا شدگان ازدواجی صورت گرفته؟ آیا زن و مردی که در فرقه مجبور به جدایی شده بودن حالا پس از خروج از فرقه دوباره ازدواج کردن، با هم هستن؟ البته نظر من این است که آنهایی که در فرقه جدا شدن طلاقشان قانونی نبوده و با رضایت طرفین نبوده و آنها احتیاج به عقد مجدد ندارند. در پایان لطفاً از شرایط ازدواج افراد درون و بیرون فرقه کمی صحبت کنید. دفعه قبل آقای حیرانی خیلی قشنگ توضیح دادن، گفتن ما اینقدر الان درگیر مسائل هستیم که حقیقتاً یه جوکی هم بود، میگفتن یک پسری میره پرو مادرش میگه که به اصطلاح عاشقی بدتره یا بیپولی بدتره اینها، و مادرش یه حرفی بهش میزنه، شماها در اون شرایطین. ولی چون آقا رضا لطف کرده بیننده برنامه است و سوال میکنه، جواب شما در این مورد چیه که آیا این افرادی که به زور مجبور شدن طلاق بگیرن حالا اگر آزاد هستن باز بر میگردن با هم، یا کانون خانوادگی اینها از هم پاشیده شده؟ حالا عرضم حضورتون جناب سوربی، کسایی که حالا در داخل فرقه قبلا ازدواج کردن و متأهل بودن بعد به فرمان مسعود رجبی باز طلاق گرفتن، طلاق چیه، حالا جداش میکردن خلاصه، حالا این که بیرون اومدن بخوان با هم ازدواج کنن، خب این مستلزم اینه که هر دوتاشون با هم بیان بیرون، یا یکی اومده بیرون منتظره که اون یکی هم بیاد بیرون، خلاصه اون طرف دوم هم باید بیاد بیرون که این ازدواج انجام بشه. این که مشخصا از کسایی که جدا شدن همسرشون اونجاست کسی اومده جدیدن که نه، من کسی خبر ندارم، ولی خب تو لیبرتی بود یک مورد که مثلا یکی رفته بود، حالا دارم حال میشه قدیم هم دیگر رو میخواستن یه همچین موضوعی که بعد میره، بعد اونی که صدا میزنه کمیساری یا بعد اونم میره اونم بر نمیگرد و خلاصه دوتایشون رفتن، حالا اسمی هم ازشون جایی نیست، ولی خب زمین. ولی افراد، حالا افرادی که جدا شدن بیرونن، خب برای کسی از خانمایی هم که جدا شدن خب اومدن برای باز ازدواج اینطوری هم داشتیم چند تا دارد، ولی اکثرا که نه امکانشو داشتن چه به لحاظ مادی و خب خیلی هم به لحاظ معنوی، برای هم این استرس هایی که هست خب توی این فضایی که هست خب بی تحصیل نیست که فهمونه، نه دیگه بیشتر از این که حالا در آینده شاید باشه، ولی دیگه بیشتر از این شو من نمیدونم. ولی خب از نفر بیرون اومدن مثلا هم آقایی که اومده مجرد بوده، هم خانمی که اومده مجرد بوده، خب بعد دیگه آشنا شدن، خب به توافق رسیدن، خب چه ازدواج بهتر که همینا گروهشون به هم دیگه میخوره دیگه بلد. تا این چیز بشه. عرضم به حضورتون که در رابطه با این جوشکاری که یعنی رنگ آمیزی گفتیم، من یه خورده برای که موضوعش بیشتر ملموس باشه بگم، صلح های مثقف یه صلح هایی بود که دیواراش تا بالا، چون اینا صلح های نگهداری چی بوده؟ نگهداری مهمات بوده، بنابراین این صلح ها پنجره های بزرگ نداشت، دیوارای اطراف اینا پوشیده بود با بلوک های سیمانی، سقفش هم ایرانی بود، ابعادش تقریبا 20 متر در 40 متر بود، مثلا 800 بود تقریبا سلاح، دور تا دور سلاح هم یه خاکریزایی بود به ارتفاع مثلا 4 متر، بخاطر اینکه مثلا انفجار چیزش رو موشکی بخوره مثلا موج نزنه کل سلاح، نظامی بود برای. حالا داخل این سلاح که میرفت خود زمستون که اینقدر سرد بود، درها رو میبستن یه در که برها زرهی بره توش داشت، این درها بسته بود،
بعد داخل اون فضای بسته که پنجره ای هم نداشت، حالا گاهن خودمون یه پنجره مثلا نیم متر در یک متر باز کرده بود، پنجره هم نداشت. بعد ببینیم از صبح مثلا تا شب این جوشکاری، اون خود جوشکاری، دود جوشکاری جز دودهای سمیه، ولی ما بیشتر از برق جوشکاری میترسیم که چشمون نزنه، ولی خود دود. بعد اون سوله رنگ آمیزی هم که میشد مثلا بازی گروه هم داشته، ولی دود جوشکاری و رنگ کل فضای یک مه غلیظی گرفته بود، همه سمی. که این که میگه آره خیلی معلوم شده، من خودم هم چند تا عارضه اونجا دچار شدم. آقا این سوله هایی که میگید مثل انبارهای بزرگ صنعتی است. حالا این مجاهدین بنده خدا رهبران میخواستن برای شما نمایش نور و صدا و اینها درست کنن، شما اینجوری دارید ناشکری میکنید. دوستمون میگه که آقای موسی میگه که آقای سوربی، من خودم کار رنگریزی رنگکاری میکردم و الان سرفه های زیاد میکنم، طوری که نفرات فکر میکنن من سیگاری هستم. آقای رحیم نگهبان از ایران نوشتن که درود بر شما و مهمانتون، و میگن داستانی رو میگن، میگن در زمان حضرت محمد قنا یا همون موسیقی حرام بوده، ولی نوازنده‌ای بوده که همچنان ساز خودش رو میزده تا اینکه پیر میشه و دنداناش به اصطلاح میریزه و اینها، اون موقع میاد نزد حضرت که توبه کنه. حضرت بهش میگه حالا این یک دهان برای ما ساز بزن ببینم، لابد احتمالا نی بوده یا چیزی که با دهان. میگن که این طرف وقتی که ساز رو به دهان میگیره، چون دندون نداشته و اینها، نمیتونست خوب بزنه. حضرت محمد بهش میگه خب مرد حسابی، حالا که دندون نداری یا نمیتونی ساز بزنی، میخوای توبه کنی؟ این ماجرا ماجرای سازمان مجاهدینه که البته ما ضرب المثلی هم داریم، میگن در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری پیری میشود پریزگار. جالب اینه که مریم رجبی و رجبی پیرم شدن ولی پرهیزگار و صادق نشدن. و آقای فرهام ایرانی یه نکته ای رو گفتن که اجازه بدید ما گله کنیم از خود ایشون و دیگر دوستان. میگن که سلام آقای سوربی، سوالهای خوب و به جایی کردی، فقط یک نکته هست، اونم که این سوالات باید در موردش مهمانانی دعوت شوند که به اصطلاح میزانی خودش در درون تشکیلات بوده باشد و با اطلاعات یا اطلاعاتی داشته باشد. این دوستی که شما دعوت کردید نفر جدید بود و زیاد هم در مناسبات نبوده که چیزی بداند. خب دوست عزیز، ما 6 سال اینجا نشستیم، میگیم شما تماس بگیرید با کانون آوا، مهمان ما باشید و بیاین. مثل افرادی که ایراد میگیرن به برنامه‌های خود من و مثلا میگن آقا شما چرا در برنامه‌ات راجع به شعر و موسیقی صحبت نمی‌کنی؟ میگم خب من هنرمند نیستم، شاعر نیستم. شما که هستی تشریف بیارید صحبت کنید و ما هم پای صحبت‌های شما می‌نشینیم. به نظر میاد که این دوستمون آقای فرهام ایرانی در سازمان بودن، به احتمال زیاد سابقه زیادی دارن. تشریف بیارید، ما شنونده و بیننده شما خواهیم بود. ببخشید آقای حیرانی، من ساکت میشم، شما صحبت کنید. اولا وقتی که در رابطه با فرقه صحبت میکنیم، هیچ فرقه بنزه اتاق 3 در 4 نبوده که مثلا یک نفر به همه جاش مشرف باشه. هر کسی که میاد بیرون تصمیم داره حالا انتشار بده، آگاهی بخشی بکنه در رابطه با اون چرا که خودش شاهد بوده، طبعا در رابطه با هر آنچه که در پیرامونش گذشته و بسته به سطح مثلا نگاه دید خودش، بینش خودش، اون مجموعه برداشتی رو که از پیرامون خودش از این فرق داشته، از اون زاویه که خودش نگاه میکرده، خب میاد انتشار میده، نشر میده اونجوری که. خب به هر حال ممکنه که هر کسی حالا میای فرهام ایرانی با یه سابقه خاصی باشه یا در یک نقطه خاصی در فرق بوده، خب بله هر کس من از زاویه خودش نکات شو میگه، حالا که ما که دعوای با هم دیگه نداریم. فقط یه موضوع دیگه در رابطه با همین کار تولید کردن همین کانکسا بگم. در کل اون چند سالی که این همه به سلامتی افراد آسیب زده شد در اون سوله ها با اون کار مزخرف، فقط به خاطر هم سرگرم نگه داشتن افراد و همین که بتونن تبلیغات سیاسی کنن که ما مستقلیم و سازمان خودش داره از این هاشو در میره،
آماری که اون موقع دادن یه چیزی کمتر از 700 تا بنگال درست شد، 600 خورده حالا بگیریم 700 تا. قیمت بنگالا موقع همین کانکستا 8000 یورو 7000 یورو تا حالا بگیریم 10000 یورو. حتی اگر هر کدوم از اونا 20% سود میداشت، یعنی 2000 یورو سود میداشت، حالا اگر 8000 یورو بود 8000 دلار با دلار مقابله 2000 دلار هم سود داشت، یعنی 25% سود میداشت، 700 تا 2000 دلار چقدر میشه؟ 1,400,000 دلار در مدت چند سال. که این 1,400,000 دلار باور بکنید که هزینه نصف ماه فرق نمیشد توی عراق. اون حجم هزینه هایی که اونجا خرج شد، پولایی که خرج شد به این شیخ ها، به این فلان، اون همه نفر می آوردن بربری سیاسی می کردن، مثلا چیز نبود که. این فقط یک با قربانی کردن جون آدم ها به قول شما بردگی، که بعد حالا آمریکا هم مراحل سرمایه داریش که تکمیل شد، شامل انباش تولید و صدور تولید صدور انباش کالا و صدور کالا و پس از صدور هم همش رو دوش همون برده ها بود که در اون دوران انباش کالا و صدور کالا خب با قیمت خیلی ارزونی انجام میشد دیگه بقدر اون برده. خب این اماره بود، ولی خب نقطه آغازشون فرق میکرد. بفرمایید جناب سوری. خیلی ممنون. یعنی که آقای حیرانی، در هفته های اخیر مصاحبه های با شبکه مختلف از جمله تلویزیون کانال 4 انگلستان، شبکه تلویزیونی الجزیره، شبکه تلویزیونی TRT ترکیه، نشریه گاردین، نشریه ایندیپندنت و تعدادی دیگر انجام دادید که به وضعیت سازمان مجاهدین، وضعیت پناهندگی خودتان و ارتش سایبری مجاهدین پرداختید. در رابطه با موضوعات دیگر تاکنون چندین برنامه هم داشتید. اکنون می‌خواهیم که این سوالات رو از شما بپرسیم. اگه لطف کنید لینک اون مصاحبه ها یا عکس ها و مقاله ها رو روی صفحه فیسبوک خودتون بذارید، چون من دارم صفحه فیسبوک شما رو هم به تناوب اینجا نشون میدم و من اینجا اسم شما رو با دو تا اس نوشته بودم، ولی دیدم که روی صفحه فیسبوک یه اس هست، اون رو هم من برداشتم تصحیح کردم مثل اون چیزی که شما نوشتید، که دوستان هم با تایپ کردن اسم شما هم با دیدن عکس و اینها مطمئن میشن که اون صفحه مال خودتونه، تا اگر دوستان در اون رابطه سوالی دارن بفرمان و شما هم پاسخ بدید. آقای رزاقی از پاریس شکایت میکنن و میگن کسی که پشت اسم به اصطلاح مستعار و به اصطلاح ناشناس میاد، حق نداره از افرادی که آمدن جلو دوربین نشستن و با اسم حقیقی خودشون صحبت میکنن ایراد بگیرن. اگه شما هم صحبتی دارید بیاین مهمون ما باشید و صحبت کنید. آقای شکری هم میگن من در همون سلاحی که گفتید از اول تا آخرش بودم، درست گفته شد، اونجا هم من کار رنگ کردم و هم کار جوشکاری، کارهای سخت و بیماری، ولی مسئولین چه نشسته بودن؟ مشغولون نشسته بودن زیر کولر، فقط با یک به به و چه چه نفرات پول به جیب سازمان ریخته می شد. میگن این کانکس ها مجموعه بهداشتی بود، مجموعه غیر بهداشتی بود که نزدیک به 15,000 بهترین آنها کانکس های مجموعه بهداشتی بود که نزدیک به 15,000 دلار بودند. تمام نفراتی که به علت بیماری می میرن فقط مال نداشتن بهداشت بود که فرقه هم اهمیتی نمیده. خب من ساکت میشم، شما اگر میخواین خودتون به اصطلاح ادامه بدید یا اگه نه من سوالا رو بپرسم شما پاسخ بدید. عرضم بودتون که فقط اون مجموعه بهداشتی گفتن تربیه که تو فرقه یه سری کانکس ها بود که اینا رو برای ارتش آمریکا در واقع داشتن درست میکنن اون موقع، که این یه دونه کانکس بود که توش پر توالت بود، اون از همه گرونتر بود، که حالا میگن 14-15,000 دلار درسته، چون مثلا توی اون 12 متر مثلا 12 تا توالت بود که همینا سنگ توالت داشت و از این سیفون فلش تنگ داشت و کار تاسیساتی و لوله کشی اینا زیاد داشت که برای اونا درست میکردن که برای اونا میفرستادن. بله. آها، وقتی میگفتن سرویس بهداشتی من فکر کردم
یه چیزی در رابطه با بهداری و پزشکی و اینا هست، ولی گویا تو ایران هم به این دستشویی و اینا میگن سرویس های بهداشتی. پس میشه نتیجه گرفت که آمریکا هم یه جوری از سازمان سوء استفاده کرده، این چیزها رو به این قیمت های ارزون میگرفته، حقیقتا این قیمت ها و پول وسایلی بوده که میدادن، و شماها چون کارگر مجانی بودی باز میشه بگیم آمریکا تو قرن 20 هم داشته بردهداری میکرده، چون نمیتونن تو کشور آمریکا این کار رو انجام بدن، توی کشور عراق درست مثل موقعی که میخوان کسی رو شکنجه کنن تو کشورهای دیگه مستقرش میکنن، برده ها هم اونجا مستقر کردن. اجازه بدید من به دوستان طرفداران مجاهدین، مسئولین مجاهدین همینجا بگم و ازشون دعوت کنم که اونها هم میتونن در تلویزیون مردم برنامه داشته باشن و نظرات خودشون، یا اگر فکر میکنن شماها چیزی رو برخلاف حقیقت میگید، اونها بیان حقیقت رو بگن و قضاوت رو به دست بینندگان و شنوندگان ما میسپاریم. خیلی ممنون. بفرمایید. یا این میگم سوالات رو هستم به حضورتون که جناب سوربی بروخی اینجا نکته رو اشاره کنم در رابطه با اینکه میگه آمریکا هم داشت سوء استفاده میکرد. حالا یه سرش سوء استفاده، ولی خب برای تمام اختیار منطقی که اونجا آمریکا بوده و دست پنتاگون بود، اینا که خوشرفتی‌های خیلی زیادی واسه آمریکایی‌ها می‌کردن، در حالی که در داخل مناسبات مثلا این نشست‌های ایدئولوژیک و نمی‌دونم استعمار و فلان دارن، ولی در بالا قشنگ اینقدر چیک تو چیک بودن. از خود اشرف نفرات، از نونوایی اشرف نون تولید می‌کردن واسه آمریکایی‌ها می‌فرستادن. مقرات هر کدوم کارخانه‌های نوشابه سازی داشتن به شیوه قدیمی که یه دونه یه دونه نوشابه تولید می‌کردن، نوشابه واسه آمریکایی‌ها می‌فرستادن. کارخونه یخ‌سازی تو اشرف بود، اونجا نوشابه درست می‌کردن. ما یک جایی بود در کنار نونوایی در اشرف، مجموعه سالن اینا بود که اینا آشپزخونه بود، اسم اونجا آشپزخونه مناسبات بود، یعنی برای ملاقات و اینا اونجا غذای خاص درست می‌شد. که ما توی نونوایی برای تحت امر رفته بودیم، یه موبایل نونوایی کار می‌کردیم که 3-4 نفر بردم اونجا، ما اونجا ظرفشویی کنیم، ظرفشور باشیم. حالا اون مجموعه کانکسی که بود یه حالت المانن بود که اونجا خود نفر که اون مواد کار میکرد اونا آشپزی داشت که غذا رو درست کنه. ما چند نفر رو که برای ظرفشویی برده بودن، خیلی هر حجم ظرفای زیادی هم بود دیگه، بعد اون آشپزش اومد گفتش که اینجا کسی هست بتونه تو شما کباب برگ بزنه بلد باشه؟ من گفتم آره من بلدم که آب برگ بزنم. گفت بیا بریم. من رو برد و یخچال رو باز کرد، یه گوشتای ماهیچی خیلی خوب فیله آورد و گفت یه دونه که آب برگ بزن، که براش اینم زدم و بعد اینجور سیخ و برداشت نگاه کرد و بعد بغلش هم صاف بدم، گفت خیلی خوبه، فقط پشکاردی بزن رو کاردی نزن. من باشی هم تجمع اونجا کباب برگا رو تقریبا معروض می‌رفتن 30-40 تا کباب برگ بزن صبح تا زاد می‌زنن با یه سری کارهای دیگه که بهم گفتن. یه گوشت خیلی درجه یک و تاپ پیان میبونن. یک وایت بورد بود روبروی من که اونجا روش نوشته میشد برنامه روزانه همون آشپزخونه مناسبات. امروز اسمش بودن که ملاقات سه جانبه میباشد. ملاقات سه جانبه شامل بود از خود نفرات بالای فرقه با فرماندهان ارشد همین جیاتیف مال آمریکایی‌ها و شیخا شیوخ یا امیر قبیله های منطقه دیالی، که اینا می آوردن یک کاری که اونا اینجا میکردن، بنگاداری که میکردن، این شیخ ها رو برای یک امنیت منطقه رو بتونن چیز کنن با آمریکایی‌ها کانکت میکردن، چون اینا خیلی ضد آمریکایی بودن. با آمریکایی‌ها میگفتن که ما با توجه به نفوذی که توی این مردم سنی مذهب این منطقه داریم میتونیم اینا رو رام کنیم، خام کنیم با شما چیز. که برای اون ملاقات ما غذا درست میکردیم که دیگه مثلا مجموعه غذاهای ایرانی، فسنجون و باقالی پلو، بعد ارزم تو قرمه سبزی و کباب برگ و با همون شیوهای ایرانی اینا درست میکردن که برای مهمونا. اینا از کاری که میکردن، نه خیلی از کارهای زیادی انجام میدادن که برای با آمریکایی‌ها سوء استفاده. خب حالا بخشمون یه چیز دو طرفه بود، هم فرقه تونست با این کاری که برای آمریکایی‌ها میکنه بتونه افرادشو به صورت یه 7-8 سالی هم در محبس اشرف نگه داره، کار به فرجام نکشه، و همون هم از اون استفاده خودشونه میکردن. بفرمایید جناب سوری.
ممنونم. البته بعد مثل که این مهمونداری ها یه مقداری بیشتر رفت، حتی بعضی ها صحبت از این میکنن که خواهران مجاهدین رو مشکل به اصطلاح آوردن داخل، که این یه بحثی دیگه است که اجازه بدین دیگران بیان در موردش صحبت کنن. خیلی ممنون. دوستان اگر سوالی دارید یا نظری دارید بنویسید یا به اصطلاح با ایمیل ارسال کنید، من از آقای حیرانی میپرسم. سوالات به این صورت بود که آیا فرقه مجاهدین ارتش سایبری دارن که شما در مورد صحبت کردیم، اگه امکان داره. من صحبت نکردم، من فقط یه کار رو گفتم. خب پس هنوز نرسیدیم به ارتش سایبری که رسما کی اعلام شد، چون هرچی صحبت شد تا الان در مورد با عراق بود. بله، میشه چون نیمه برنامه هستیم و 10 تا سوال هنوز باقی مونده، میخواین من سوالا رو بگم بخونم و شما پاسخ بدین تا اینجوری نشه که این سوالا باز بدون جواب بمونه، دوستان بعد شکایت میکنن. من خب اولین سوال رو میخونم. من گفتم شما هم سخنور هستین هم خوش سخن، پای صحبت های شما میشه ساعت ها نشست. سوال اول اینه، آیا فرقه مجاهدین ارتش سایبری دارند؟ والا اون چرا که وجود داره رو من خدمتتون به سعی میکنم در حد توانم تشریح کنم. حالا این که این ارتش سایبری هست یا نیست و دیگه قضاوتشو بذاریم با خود بیننده ها، چون ممکنه هر کس یک برداشت داشته باشه از کلمه ارتش سایبری. خیلی هم خوب. بله. اگه میشه یه مقدار یعنی بیوگرافی یا تاریخ این ارتش سایبری رو که حالا یعنی شما قبول دارید که ارتش سایبری هست توضیح بدید که دقیقاً از چه زمانی شکل گرفته. والا پیشینه این امر رو که در اشرف بعد از اعتراضات 88 در ایران که به هر حال فرقه به این نشه رسید که ما باید ارتباطاتی داشته باشیم در فضای مجازی، تا لیبرتی که قبل از ویلپن بعد از ویلپن یه سری افراد دستچین میکردن که همین اخبار ویلپن رو این سری که ویلپن رو پروموت کنن، یعنی من خودم باید واسه من سیاسی بودم پروموت کنن، یعنی به حسابهای مختلف شیر کنیم نشت بدیم. این وضعیت بود تا اینکه ما اومدیم به آلبانی. ما وقتی اومدیم آلبانی که دیگه ما گروه های آخر بودیم که همه رای تونتون هر روز پرواز ها یکی دوتا میامدن افراد میاوردن، هی تو کمپ ببرو بودیم که بعد میومدیم در یه آپارتمان هایی در منطقه کشار که فکر کنم بتونیم نشون بدیم به افراد دوستان دیگه کنن، در منطقه کشار بود که ما رو همه رو بودن اونجا اسکان دادن. اینا یه بلوک های آپارتمانی خیلی متراکمی بود که یه خیابونی هم وسطش بود، یه دونن به این صورت عمود برون که ما حدود چند هزار نفری که حالا 2-3 هزار نفری که اونجا چیز شده بود، یه سی پایگاه دیگه هم بود فرقه گرفته بود سازمان ملل براش. حالا ما در اونجا که بودیم به این صورت یک وضعیتی پیش آمد برای فرقه که خوشایند نبود، چون تا دیروزش که این سازکار تشکیلات فرقه که حتی 2 نفر با هم دیگه صحبت کنن ممنوعه و شعبه سپاه پاسداران محسوب میشد و خب به هر حال در لیبرتی هم تحت عنوان این که به هر حال ما الان زیر موشک باران هستیم و دشمن نزدیک فنا امنیت جانی کسی نداره، خب آدم ها خیلی مسائل رو میپذیرن دیگه. ما به آپارتمان های کشار که رفتیم، توی این آپارتمان ها خودتون که میدونید دیگه تو فرقه چیزی به اسم تلویزیون وجود نداره که آدم ها سرشون گرم بشه، مثلا توی این واحد آپارتمان تلویزیون که نبود و از طرف دیگه هم کامپیوتر و اینترنت و یا موبایل گوشی اندروید هم که کسی نداشت. ما با همون وضعیت دهاتیواری که ما رو برداشته بودن این چیزا کولی آوردن اینجا، ما توی آپارتمان ها خب آدم ها خلقشون میگرفت توی آپارتمان 50 متری هر چند نفر توی آپارتمان، بعد توی اون گاراژ های زیر آپارتمان ها میز گذاشته بودن که برای غذاخوری آدم ها برن غذا کنن. از غروب که شام داده میشد، بعد آدم ها خب گرم هم بود، وسایل خنک کننده هم که تو آپارتمان ها نبود، بعد توی همین خیابون افراد همین اومدن توی خیابون قدم میزدن، بعد شما این حالا یه خیابونی حالا طولش کمتر از 100 متر، ارزش ده بیش از 1000 تا
مرد، 2000 تا مرد سیگار به دست، خب خیلی ها همجوری هی قدم میزدن. بعد واقعا این محبته زندان هست، هواخوری می آدم ها، مثلا یه همچین فضای ایجاد شده بود. بعد آدم های چند تا چند تا با هم دیگه صحبت میکردن، رو پله ها نشسته بودن. بعد هر روز صبح بعد از صبحانه در بریف خونده میشد که آقا بعد از شام تو وارد آپارتمان بمونید، بیرون نیایید. بعد از این آپارتمان های مجاور آدم های دارن وسط این محبته آپارتمان های ما رو نگاه میکنن، این همه مرد همجوری قدم میزنه سیگار میکشه، الله خود دوله بشینیم. بعد کسی که توجه نمیده، حالا اومدن سری ما آلبانی باعث شد که یه سری از افراد که برام ناراضی بودن ولی به خاطر شرایطی که تو عراق بوده اینا فرقه رو ترک نکرده بودن، اونجا توی همین آوردن فرقه رو ترک کنن یا فرار کنن، خوش کنه برن به کمیساری ها معرفی کنن که ما دیگه نمیخوایم باید فرقه باشیم، یا اینا خانواده هایی در کشورهای مختلف اروپایی داشتن می اومدن بچه‌شون و برادرشون رو برمی‌داشتن می‌بردن می‌بردن هتل و بعد خلاصه کاراش می‌کردن. این حرفا تو آدما می‌چرخید که فلانی مثلا رفت، یا فلانی در رفت، فلانی چیز شد، یا خوشبال فلانی مثلا از فلان کشور اومدن بردنش بچه‌هاش، یا مثلا برادرش اومد برد، یا خواهرش، یا همسر صادقش. خب اینا حرفایی نبود که با به دل فرقه باشه بین آدما. بعد تا اینکه ما تقریبا چند هفته که بودیم تو این وضعیت، یه نشستی گذاشتن در مقر سابق ناتو در مقابل مجموعه تجاری سیتی پارک در همین اتوبان دورست در تیرانا، که اونجا رو فرقه اجاره کرده بود برای مقر سرانشون بود که قبلا مال ناتو بود که حالا با پادرمیونی حالا دوستای آمریکاییشون اینا اونجا گرفته بودن. ما رو همه رو با اتوبوس از همون منطقه کشار سوار کردن و بردن اونجا. اون بعد عرضم بزرگتون که یک نشست صوتی مریم خانم که تو اون نشست اعلام کرد که آره و مأموریت جدید ابلاغ میشه و این در قالب چند فرمان رو، و گفت که دیگه اونجا در واقع اگه بخواییم یک تاریخ به این ارتش سایبری بید، اونجا اعلام رسمی این ارتش سایبری توسط همین مریم خاکرهایی بود که اعلام کرد که آقا از این به بعد آسمان فضای مجازی ایران رو شما باید تسخیر کنین و رهبری قیام در ایران رو باید به عهده بگیریم و دیگه همه وارد کار چیز میشن. که کلی هم شروع فتور شد و خیلی هم با القاب و اسمات و یه سری فرمانده هم رفتن پشت میکروفون و فرمانده هایی که از قدیم کارشون باد زدن کباب بحثای خواهر مریمشون بود، اونا هم رفتن در وصف این کرامات چنین جملاتی چه ها و چنین و فلان کلی تعریف کردن که چنین خواهد شد و چنان خواهد شد، که برای ما اون شب برگشتیم. دو سه روز بعدش دیگه شروع شد و هی وانت وانت با این ماشینای ون هست یا حتی ماشینای خاورمانندی بود، کامپیوترهای زیادی رو آوردن، آدم ها رو یه خود فشرده تر توی مثلا 3 نفر 4 نفر رو کردنش، 5 نفره تو واحدهای دیگه کامپیوتر چیدن با میز. که اون موقع ماشینم که 2500 کامپیوتر البته دست دوم از وزارت دفاع گفتن خریدن اینا رو، که دیگه برای آدم ها هر کس پای کامپیوتری بشینه و شروع کنم. اون موقع شروع کردن گفتن با آدم ها میخواد موبایل بدن، که یه موبایل های کوچیکی دادن که اندروید هم نبود، این فقط عکس میشد که یه عکس 2 مگاپیکسلی داد که اصلا 2 مگاپیکسل نسلش خیلی قدیمی بود گوشی، که چیز اینقدر بود که فقط سیم کارت بود. بعد همون هم جمع کردن گفتن به لحاظ امنیتی و خدا اینا، ولی خلاصه با اون سیم کارت هایی که ما دادن هر کس چند تا حساب جیمیل و توییتر و فیسبوک، ولی نه فیسبوک فقط نفرات خاص داشتن، اینا به خاطر که نمیخواستن از کسایی که فرقه رو ترک کردن افراد مطلع بشن، چون تو فیسبوک خیلی راحت میشد افراد رو پیدا کرد. الان حساب توییتر بود و که دیگه ما اونجا شروع شد که اولش که دیگه به همین حالت معمولی، و ما اولش هم خیلی جذابیت داشت برای آدمایی که خیلی ها، برای ما که 15 سال بود اصلا اینترنت ندیده بودیم و خیلی آدما بوده که اصلا به عمرش اینترنت ندیده بودن، یه کم کم کلاس آموزش شروع شد و اونایی که باز قوی تر بودن گفتن یا باسوادتر بودن تو کنار فلانی بشین بود این چیه این چیه، که اونجا شروع شد
سوالی هست بفرمایید یا من ادامه بدم. خیلی ممنون، اجازه بدین چون ما همون جوری که از دوستان ایراد میگیریم وقتی اونها لطف میکنن و مسئله رو باز میکنن باید بهشون احترام بذاریم و بگیم. آقای فرهام ایرانی نوشتن که آقای سوربی ضمن معذرت از شما، من اصلا قصد انتقاد و یا ایراد از برنامه شما را نداشتم، چون همین که برنامه شما صدای همه اسرای فرقه را به گوش جهان میرساند خودش جای تشکر از شما و همکارانتون دارد. من فقط از بابت کمک به برنامه شما گفتم و حرفم این بود که مثلا کسی که خودش جریان طلاقهای اجباری آسیب دیده است و مجبور شده تن به طلاق اجباری با همسرش بدهد، اگر من درست بیان نکردم از شما و تمام بینندگان معذرت میخواهم. در مورد خودم هم حتما هر وقت که از قرمز در آمدم که این وظیفه است که به برنامه شما بیایم و مشاهداتم را برای بینندگان مطرح کنم. من ممنونم از ایشون که لطف کردن توضیح دادن و اگر ایشون لطف کنن برنامه های گذشته رو نگاه کنن، مخصوصا مصاحبه من با خانم بتول سلطانی که ایشون هنوز هم همسرش هست و ماجرای جدایی و اینها رو گفتن و افراد دیگه‌ای که به اصطلاح ما قبلا مصاحبه کردیم و شما، اشکال همین بود که صرفا به این دلیل که آقای حیرانی مثلا همسرش رو طلاق نداده نباید بیاد راجع به سازمان صحبت کنه، این یا سوء تفاهم در نوشتن شما بوده یا در برداشت ما، و ممنونم که این رو توضیح دادید و امیدوارم شما هم از اون خط قرمز بیاین بیرون و بتونید. این خط قرمز حالا یعنی چی؟ یعنی سازمان، یعنی که تو آلمانی زندگی میکنن. آها اوکی، یعنی کسانی هستن که حقوقشون رو از سازمان میگیرن هنوز، میشه اینجوری گفت؟ ممکنه، ولی کلا خب راست شو بخوان جناب سوربی توی این آلبانی الان خب 60-70 نفر موندن هنوز، ولی خب از نفراتی که توی این خط قرمز جرأت میکنن خب بر آقای حیرانی اجازه بدید، طبقاتی داره برای ما. بله اجازه بدید من اینو توضیح بدم، بارها هم گفتم حتی اگه خط قرمزی وجود نداشته باشه مخصوصا برای ما ایرانی ها که هیچ وقت فرهنگمون معذرت میخوام اشتباه کردم من ببخشید وجود نداشته، میگم ما با دوچرخه میرفتیم میزدیم به بنده خدای پیرمردی یا پیرزنی به جایی که بگیم بابا من عذر میخوام فوش میدادیم بهش، میگفتیم مگه کوری اصلا تو این فرهنگ. افرادی مثل شما بیان بگن که درست ما امید داشتیم آرزو داشتیم دنبال آزادی بودیم ولی ما اشتباه کردیم، ما اینقدر عمر خودمون رو تلف کردیم و الانم اینقدر خودخواه نیستیم بریم دنبال کار و زندگی خودمون و حاضر شدیم اون خط قرمزا رو خودمون از بین ببریم که دیدیم برای شماها چه دردسرهایی درست کردن. من واقعا به نوبه خودم از شماها ممنونم، چون من یکی از اونایی بودم که فکر میکردم سازمان مجاهدین سازمان منظم هست، تنها سازمانیه که میتونه با جمهوری اسلامی و آخوندهای عقب افتاده به اصطلاح در بیفته و برای اینا مجانی کار میکردم، افرادی که توی منطقه هستن میدونن. بعد دیدم که ای داد بیداد این سازمان از آخوندها هم عقب افتاده تره به دلیل افرادی مثل شما که آمدید برای من توضیح دادید، چون ما که داخل سازمان نبودیم، ما بیرونش یه در باغ سبز میدیدیم و بر اساس اون باغ سبز در باغ سبز قضاوت میکردیم. من به نوبه خودم از شماها ممنون و متشکرم، امیدوارم دوستان دیگه هم قدم پیش بذارن و قید اون خط قرمزا رو بزنن. شماهایی که قید اون زمانی که رفتید به مجاهدین پیوستید حقیقتا قید خانواده و جون و زندگی خودتون رو زده بودید، امروز قید خط قرمز زدن و در یک کشور اروپایی مثل آلبانی نباید خیلی مشکل باشه. بازم ممنونم از این دوستون و ممنونم از شما. من ساکت میشم یا اگه بخواین سوالا رو بخونم. من یه لحظه در رابطه با حالا این خط قرمز گفتین جناب سوربی که حالا بود فرهنگ معذرت خواهی و اینکه اشتباه کردم چه از سخته، این یکی از موضوعاتیه که فرقی داره سو استفاده میکنه از این موضوع. من خدا شاهده تو همین آلبانی با خیلی از نفرات در ارتباطم که به هر حال از مستمریشون از دفتر فرقه میگیرم و خیلی هم دل پوری دارن از این فرقه، واقعا اصلا وقتی گاهن صحبت میکنن اصلا لبریز میشن همینطوری میگن و میگن
چرا همینو علنی نمیگی؟ چرا میگه بابا ببین تو ببین حالا در چه اشتباهی نفر گیر کرده؟ میگه خب تو 15 سال تو فرقه بودی، من همه عمرمو بودم 40 سال از سال 57 الان میگم که اشتباه کردم. خب آره آره بهش من میگم آره آره اشتباه کردم، چه اشکال داره؟ یه اشتباه تو میشه عبرت یکی دیگه، میشه پندی، میشه درسی، میشه آموزشی برای یکی دیگه، برای نسل جدید. خب آره بهم میگه اشتباه کردم، چه اشکال داره بهم میگه اشتباه کردم؟ این یکی از اون نقاطیه که فرد باید بتونه بگذره از این موضوع، عبور کنه، و الا که سودشو از نهایی داره فرقه میکنه. کما اینکه خیلی هم در داخل فرقه، یا حتی خود ما که یه دفعه که به این نقطه انفصال نرسیدیم، از مدت ها قبلترش، چند سال قبلترش دیدیم نه بابا این خیلی فاصله داره، اینا یه دروغایی دارن میگن، اینا آدم ها رو تحریک میکنن، تو 6-7 مورد کشتن میدن که بهره سیاسیشو مریم خانم تو پاریس ببرین، خیلی کار کثیفیه. خب به هر حال منی که دارم برای این مریم خانم کف میزنم، خب دست منم آلوده است به خون این افرادی که تو 6-7 مرداد اینا به کشتن دادن، دست منم آلوده است. ولی آدم تو چی گیر کرده بودیم که ما زودتر نیومدیم بیرون؟ توی رو درواسی با خودمون گیر کرده بودیم، توی رو درواسی با نقطه انتخاب خودمون گیر کرده بودیم که خب الان بیام بیرون برم چی؟ بعد هنوز علارغم این که خیلی فاصله گرفتیم، ولی هنوز به نقطه انفصال نمیرسی. چرا؟ چون انبوه موضوعات. خب باشه حالا ببینیم چی میشه. برای یه سری افراد کنار ما کشته شدن، برای الله به خاطر خون اونا، یا نه یه سری دوستایی در داخل مناسبات داشتیم، خب برای دل کندن از اونا برای ما سخت بود، برای هم فکرای ما بودن. خب این مجموع موضوعاتی که النهایه سودشو داره کی میبره؟ فرقه داره میبره دیگه. این نقطه قرمزا به نظرم بیشتر تولیدات و توهمات ذهنیه، و اینکه آدم خودش بخواد از یه سری موضوعاتی که اصلا واقعی هم نیست بترسونه و برای خودش دایره قرمز دو. ما سالی ها که تو دایره قرمز فرقه بودیم، اسیرشون بودیم، بردشون بودیم، هزار بلا هم سرمون آوردن. الان هم که جسمن از اون فرقه اومدیم بیرون، یک دایره قرمز دور خودمون بکشیم، باز تو همون زندان تشکیلاتی ذهنی که خودمون درست کردیم باشیم که دقیقا فرقه خوب همین رو میخواد دیگه، میگه تو برو بیرون و خفه خون بگیر، حرف نزن، باش تمام. اومدن بیرون، اومدن تو چه تأثیری داشت دیگه؟ ممنونم. شما ماهانه بریدم دفتر فرقه. بله. شما درباره گوشی‌های تلفن صحبت کردین، دوستان نوشتن که به اون گوشی‌های سازمانی میگفتن، بعضی به شوخی به هم میگفتن گوشکوب. بعد آقای عبدی نوشته همان گوشی‌های بی خاصیت را هم بر نتابیدن و جمع‌آوری کردن. آقای رزاقی هم میگن که مهمتر از همه رجوی با شیادی و کلاشی ما را از دنیای بیرون ترسانده بود، و یعنی حالا که اومدیم دیگه میبینیم که اون چیزایی که میگفتن درست نیست. خب آقای حیرانی، وقتی که به آلبانی و شهر تیرانا انتقال پیدا کردید، با توجه به شرایط مکانی و امکاناتی این ارتش سایبری، سرنوشتش چی شد؟ بله، تا اینجا اومدیم که خلاصه کامپیوتر را آوردن و تو واحدا چیدن، و هر نفر پشت کامپیوتری و با اون سیم کارتایی که حالا به قول عبدی منوچهر که دیگه جمع کردن و بعدم، ولی اونا با هر کدوم از سیم کارت ما حساب جیمیل درست کردیم و حساب توییتر درست کردیم و افراد ضعیف و قوی هم با هم دیگه کوپ کردن و که بالاخره کار را بره، چون اکثریت خوب سواد این کارو نداشتن. علاوه بر این یه کاری که اینا اومدن کردن، افراد رو به لحاظ توانمندی ها جدا کردن. مثلا افرادی که انگلیسی بلد بودن یه سری مسئولیت ها، عربی ها یک تعداد، اونایی که هم عربی هم انگلیسی بلد بودن باز که ما بودیم یه قسمت بودیم. حالا توی یه محیط کار میکنیم، ولی اهم چیز کاری مفهم صفحات توییتری که داشتیم. افرادی هم که هیچی بلد نبودن، فقط فارسی بود، خب صفحات توییتر فارسی هم براش درست میکردن که بعدها گفتن همه صفحه فارسی درست کنن که اصطلاحاً برای همین ویلپن اینا ها میخواستن استفاده بکنن. حالا کار ما این بود، ما جلوتر که رفتیم، خب اولش که یه خورده باز بود فضا، یعنی تازه کامپیوتر رو آورده بودن و به هر حال تو هر اتاق یه FG هم فرمانده بود و با آدم ها نظارت میکرد.
یه مدت کوتاهی که گذشت دیگه قبل از همین ویلپن بود، دوباره ویلپن اومدن یه اتاقی رو انداختن به اسم اتاق مانیتورینگ. اتاق مانیتورینگ که رو انداختن، یعنی ما تو این اتاق که 6-7 کامپیوتر بود داشت کار میکرد، تو اتاق بغلی یه نفری بود که داشت صفحات کامپیوتر ما رو روی صفحه داشت اینا رو چک میکرد، که میگفتن که ما به خاطر اینکه قاف سیاسی پیش نیاد و کسی مثلا رژیم سودشو نبره و اینا، یه نفر اونجا کار آدما رو چک میکنه. حالا اون یه نفر چجوری میخواست این کارا رو چک کنه؟ چون 7-8 تا صفحه جلوش بود. بعد گاهی نفر مانیتورینگ هم از این نفرات بود که این نه انگلیسی بلد بود نه عربی بلد بود، مثلا کامپیوتر بلد بود، فقط یه سفر نگاه میکرد. من دو تا موردم رفتم تو اتاق همین نفر مانیتورینگ، دیدم که یه برگه جلوش بازه و صفحات مشخص و وضعیت خیلی زشت و کثیفی، این کاغذ رو جدول بندی کرده بود. حالا با آدمش من مشکل ندارم، ولی خب بهش گفته بودن دیگه. بعد اسم همه افراد بود، بعد مثلا اسم فلانی، بعد جلوش نوشته بود که آره این به دو تا صفحه مبتذل نگاه کرده، این یکی به یه عکس خانم نگاه کرده، این یکی تو یوتیوب یه آهنگ لس آنجلسی گوش میکرده. یه بسیار مزخرف کثیفی به این صورت، که البته خودشون هم اول که اینجوری با این پوزیشن وارشتن، بعدش هم تو نشست گفتن که خود همین زهرا خانم میلشون اومد گفتش که آره وقتی ما میگیم مسئله امنیت به خاطر امنیت مانیتورینگ رو گذاشیم، منظور مسئله امنیت انقلاب برادران بوده. به این صورت اون موقع یه بحثی هم برداشتن آوردن، از جمله این که این به حساب صفحه توییتری که به شما دادن، این کلاش شماست و شما دارین به دشمن شلیک میکنید، هر کار دیگه‌ای با این کامپیوتر انجام بدیم که به هر حال امانت سازمانه و امانت به هر حال سازمانی که به ما سلاح شماست که به دشمن خدا و خلق شلیک کنید، عرضم بزرگ شما به هر صفحه دیگه‌ای رو باز کنید، تو یوتیوب برید، تو فلان برید، چیز رو نگاه کنید، در واقع به انقلاب خاورمریم شلیک کرد. این وضعیت ادامه پیدا کرده بود که خلاصه این کامپیوترهایی که در وهله اول فرقه اینا رو خریده بود آورده بود که افراد رو سرگرم نگه داره که برای اون وضعیت فضاحت بار نباشه، آدم ها هر روز تو اون کوچه را می رفتن، شده بود بلای جون فرقه از یه طرف، هم بابت شده بود سوهان روح ما، هی تذکر می دادن به افراد که آقا این کار نکنیم اون کار نکنیم، فقط به صفحه توییتر. خب از تو تا شب مستمر به صفحه توییتر، تو هی بخوای یک چیز رو بزنی خود صفحه توییتر میبست تو رو اصلا. خب بعد صفحه قفل میشد، باز دوباره باید میرفتی کد میدادی تا بازش کنی. خلاصه این کامپیوترها، این فضای مجازی شد بلای جون فرقه، تبدیل به یک توپ و تفنگ شده بود که بی سمت و سو به در و دیوار انقلاب خاورمریم داشت شلیک میکرد و دیگه جای سالم و آبادی واسه انقلاب خاورمریم نداشت. آقای ایران شما باید یه صفحه طنزی بنویسی واقعا. واقعا به همینطور که خودشون گفتن که شما به هر چیز دیگه ای رو نگاه کنید توی این صفحه توییتر به انقلاب خاورمریم داری شلیک میکنید. واقعا دیگه عرضم بزرگ آدم به شوخی به هم دیگه گوهن زد میشن از بالای کامپیوتر هم دیگه میدیدن مثلا فلانی داره یه چیزی نگاه میکنه یا یه آهنگی رو گوش میکنه، بعد میگفت چیه خجالت بکش تو که انقلاب خاورمریم رو جر و جر کردی، چه آهنگی گوش میکنه؟ مثلا آهنگ عاشقانه خب ممنوع بود توی فقط این چیزی که شما گفتید، خب ما چون اونجا نبودیم همون موقع تو مغزمون یه شکلی میگیره. باور کنید وقتی شما گفتید 5-6 نفر یه جا نشستن با کامپیوتر کار میکنن و یه نفر تو اتاق بغلی اینها رو نگاه میکنه، من درست یاد این فیلم های افتادم که ملاقات زندانی ها هست از پشت شیشه با خانواده هاشون و یه نفر به اصطلاح هست اونجا، یا ملاقات زندانی ها هست که آزاد هستن ولی مثلا اجازه ندارن همدیگر رو تاچ کنن یا در آغوش بگیرن، یه نفر مأمور اونجا. یعنی واقعا شماها رو حالا یه جا میگیم مثل برده، یه جا میگیم مثل زندانی، یعنی هیچ کلمات دیگه ای نمیشه استفاده کنی. اگر اون خود مسئولین کلمات بهتری برای شما دارن بیان به ما بگن تا ما هم آگاه بشیم. من هیچ چیزی تصور نکردم به غیر از اینی که شماها یه سری زندانی بودید که حتی حالا اگر دریچه‌ای به دنیای آزاد بوده باز یه نفر، حالا نمیدونم این خانم مریخی هم خیلی فامیل جالبی داره،
خانم مریخی یا دیگران مثلا اونا همیشه نظارت میکردن، و از اون بدتر اون بود که شما گفتید کسی که نه عربی بلد بود نه انگلیسی بلد بود یه کاغذی مینوشت که فلانی دو بار آهنگ لس آنجلسی گوش داده، دو تا صفحه مستعجن نگاه کرده و الی آخر. من از آقای کرمی هم ممنونم که کمک میکنن، از آقای عبدی ممنونم، از دیگر دوستانی که در حین برنامه اگر ما به اصطلاح سوالی داریم کمک میکنن، ممنون و متشکرم. و میکروفون در اختیار شما، باز هم اگر میخواین تا من اون به ترتیب سوالات رو بخونم تا به اصطلاح چیزی از قلم نیفته. در رابطه با بردی گفته، خب آره واقعا برده جسمی و فکری بودن آدم ها اونجا، هم به لحاظ جسم برده بودن، اختیاری تو جسم خودشون نداشتن، اصلا اسمش هم بود دیگه، امضای خون و نفس به مسعود رجبی دیگه، و یکم برده فکری همه چی. مثلا میگفتن آقا تو فکر میکنی به مسائل سیاسی، ولگردی سیاسی، مجاهد خلق ولگردی سیاسی نداره، تو اگر در رابطه با یه چیز آنالیز میکردی اصلا بود یکی از بازه، تحلیل حرامه، تو حق نداری تحلیل کنی. عرضم دون خیلی از مسائل دیگه بود، آقا شما نیاز نیست اون چونه که لازم باشه، خب رهبری در یک میشست گفته میشه شما با همون تنظیم کنید دیگه، چه کار داریم بی موضوعات فکر کنید. دقیقا به لا هم میچی رو کلوز کرده بودن که تو یه دفعه یک از همین بچه های خودشون حتی با همین فائزه یک از همین فرمانده ارشد گفت به خدا قسم اگر علم اینقدر پیشرفت کرده بود که شما میتونستین ما رو فریز کنین توی فریزر نگه دارین، به خدا این کار رو میکردین، ما رو تو فریزر میذاشین، هر از گاهی یک توریسیلی یا مکینی کسی میومد ما رو در میابرید، یک پرچم تیپون بدین، باز دوباره ما رو بسته بندی میکردین، چون شما مجاهد خلق میخواین، شما فقط یه عده مترسک میخواین برای تو پرچم تیپون بدن، همین، هیچ چی شما نمیخواین. اینا چیزه بود نفرات خودشون بهشون میگفتن این وضعیت. آقا خیلی جالبه، این آقای علی شیرزاد نوشته ما مترسک بودیم برای گنجش پرانی، و شما هم همین الان به مترسک بودن اشاره کردین. ضمناً آقای موسا میگه در فرقه میگفتن که برادران نباید فالوور خانم داشته باشن چون که انقلابشان سوراخ میشود. ولی جالبه که خود این ارتش سایبری به اسم شهین و مهین و زری و اینها میان روی اینترنت، از اون ور میگه بله اونا مال چیزاست، مال اصطلاحا قرارگاه خواهراشونه، اونا با اسم چیز اول با اسم شهدا بود، حالا اینم بگم با اسم شهدا بود که چیز میکردن، هر کس اسم میکردن شهدای همینه که فرقه بکشتن داده بود مثلا. بعد خب مشخص نبود که ما فقط میدونستیم که اون نفری که پشت خطه قرار، چون ما واقعیت چه میده که در داخل ایران که کسی نمیمد ما رو فالوور کنه، فالو کنه، صحبت کنه، کسی همچه خبر، ما نشسته بودیم طرز بسیار احمقانه خودمون همدیگر داشتیم توییت میکردیم، یعنی مدار بسته بود خودمون همدیگر حرف مریم رجعی. بعد حالا موضوع این بود که این اسامی به صدا شهداش اینا صفحه توییتر درست کرده بودن، خب یه ارتباطی بین قرارگاه خواهراشون با برادراشون ایجاد میشد، مثلا تو فکر میگردی که چیزه نفر مثلا به اسم همین نفرات کشته شده مثلا مردشون صفحه داشتی، اون نفری که تو قرارگاه مثلا خواهراشون بود اونم مثلا به اسم مثلا یکی از این شهدای مرد مثلا اصطلاحا مال فرقه صفحه درست، بعد شما دو تا کانکت میشید رو هم دیگه. بعد چند مورد پیش اومده بود اینجا، خیلی برای خود من اصلا دو مورد پیش اومده بود، ولی من متوجه شدم ایشون که بخوش معرفی کرد. اینا هم خب فرقه اینو نمیخواست، اصلا اون اصلا همه چی بر جداسازی سواره. بعد اینا اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن آقا این برادرا یعنی ماهای گونه همه صفحه هایی که درست میکنن با صفحه با اسم مرد باشه و اصلا این کشکه های فرقه که مرد، متقابلا تو مقر خواهراشون هم همین کار رو کردن با اسم زن دیگه، ما حق نداشتیم کسی که دیگه خلاصه این موضوع آب بندی بشه، گاه هم فرمانده میومد فالوورای تو رو فالوینگات رو ببخشی چک میکرد می تو با کسی شیطونی کردی یا نه، با کسی مثلا خلاصشون تو چت توییتر میشد بری یک کاری کرد که چند نفرم لو رفته بودن. برحال این موضوعات هست بود دیگه. آقای پرویز احنا نوشتن که واقعا آقای حیرانی درست گفت، ما برده های فکری و جسمی بودیم. آقای حیرانی
این شروع یا استارت کار ارتش سایبری به معنای واقعی و بنیاد نهادن رسمی ارتش سایبری در این تشکیلات کی زده شد؟ همون که گفتم بعد از نشست مریم رجوی دیگه کامپیوتران خریدن و کارو شکل دادن که ما شروع کردیم. به موازات این موضوع که جلو رفتیم، اتفاقی که افتاد، فرقه دیگه شروع کرد و ضوابط فرقه‌ای خودشو به اعمال کردن روی همین کار نفرات که از مانیتورینگ شروع شد و بعد همون که شما میگین که فالوور خانم نداشته باشن، اینم شروع شد و به این صورت. و حتی دیگه الان بعدها دیگه مانیتورا هر چند تا کامپیوتر یک مانیتورینگ داشت که بعد مانیتورینگ دو نفر شدن مانیتورینگ، چون گار مانیتورینگ چرت میزد افسر مانیتور پشت کامپیوترش که به این صورتی دیگه. حالا قبل از اینکه موضوع اصلی رو اشاره کنم، چیزی که بلای جون فرقه شده بود این بود که ماها همه یه قوطی کنسروی بودیم برای این فرقه که به دلیل اینکه افراد از عراق جاسون جدا شد، عوض شد اومدن تیران و به طور خاص توی فضای مجازی رفتن، افرادی که برای یک دهه مینیموم، دو دهه، سه دهه هیچ تصویری از ایران نداشتن، بعد توی یوتیوب و توی اینترنت یه تصاویر جدیدی از کشورشون دیدن، از نسل جدید ایران دیدن. حتی نفرات ایدئولوژیک بودن که شبها توی عملیات جاری که میگفتن تناقضاتتون رو بگین، میگفت وقتی که مثلا فاکت، وقتی که رفتم توی سایت مثلا چند تا جشن در رابطه با شهرم دیدم و هم شهریام رو دیدم، دختر پسرهای جوان که مثلا طرز لباس پوشششون و عادات اجتماعیشون، احساس عقب ماندگی داشتم خودم، چون اینا همش این نگاه دهه شصتی رو در به ایران رو تو ذهن افراد فیکس نگه داشته بودن برای دو سه دهه. بعد حتی خود ما که در حالت مثلا 15 سال سابقه داشتیم، خودمون مثلا تعجب می‌کردیم چه چیزایی در با شهر خودمون می‌دیدیم. خب اینا به موازات تغییرات در ایران که نفراتشون آپدیشه آپدیت که نکرده بودن، بروز که نکرده بودن نفرات رو، برای همین آدما در درون خودشون دچار عقب ماندگی، احساس عقب ماندگی می‌کرد، در صورتی که ما همون موقع به یک از این فرماندهای مقراتمون که خود باش نزدیک‌تر بودم گفتم این کاری که شما الان کردین باید بعد از سرنگونی صدام حسین این کارو میکردین، نه اینکه الان سال 95، شما از سال 13 سال تأخیر دارین تو این کار. این 13 سال جامعه به سمتی رفته، نسل جدید ایران برندهای فکری مردمی رو نبرد شده، شما هنوز تو نقطه قبل سرنگونی صدام حسین که سرش انداخته بود پایین بار دیگه. برای همین دیگه ضربه بعدی هم اینا کی خوردن؟ همین قیام پیارسال بود دیگه، همین پیارسال زمستون که اسم رضا پهلوی به هر حال توی تظاهرات ها چند تا این تظاهرات ها شد، اینا حسین دیگه اصلا آب تو سرش خوش شده بود، برق سپاز اینا رو گرفته بود دیگه، اصلا باورشون نمیشه. خود ابریشمچی و خود مسئول رجوی تو نشسته فوش نبود که به جد آباد شاه نگه فوشون فوشه خود تو هم تبلیغات تو بخون تو هم چیزه، حتی اون ریستارت کلی باعث تو سریع اینا شده. خلاصه این فضای مجازی چشم گوش افراد رو باز کرده بود که فرقه اینو نمیخواست و بر نمیتابید، چون بالاخره اینا بر عنصر جهل سوارن آدم، آدم ها رو توی نقطه فیکس، حالا نگه جهل کامل، در حد اون آموزش های خودشون رو بدن، در همون حد فیکس نفر رو نگه دارن، نفر دیگه هیچ دیگه یاد نگیره، اینا همین رو میخواد دقیقا، که خب این در تضاد بود. برای همین هم حالا از این موضوع که بریم، اینا تضادهایی بود که برای فرقه ایجاد کرده بود. از این موضوع که بگذریم، و اما حالا این ارتش سایبری سازوکارش چطوری بود؟ اینجوری شده بود که دیگه هر روز صبح یک دستوری میومد که این دستور شامل دو بخش بود. یکی بخش ثابت این دستور بودی که بخش متغیرش، بخش ثابتش این بود که آقا مثلا همه افراد با حساب‌های مثلا اونایی که عربی بودن عربی، اونایی که انگلیسی انگلیسی، اونایی که هر دوشون رو هر دو، اونایی که فارسی بودن فارسی، حتی یه تعداد محدودی هم فرانسه، روی توییت جدید خواهر مریم برن لایک بزنن، اونو ریتوییت کنن و کامنت هم بزنن، یه کامنت احساساتی مثلا حالا به انگلیسی یا به هر زبانی که
آره مثلا خانم رجوی شما صدای مردم ایران هستی و مثلا مردم ایران چشم برای شما هستن و فلان اینها، که ما حدود چندین هزار حساب توییتر با اون موبایل ها با اون 2000 تا سیم کارتی که اینا خریده بودن باز شده، که مثلا اینطوری نشون بدن که مثلا مریم رجوی اینقدر چیز رو دید. علاوه بر اینا یه سری حساب هم اینا باز کرده بودن که بهش میگن حساب غیر مجاهدی، یعنی خلاصه نفر بیرونی نفهمه که این مجاهده، یه سری آب و رنگ اجتماعی تر بهش داده بودن و مثلا یه سری توییت های مختلف هم طرف بزنه و یا یه چیزی هم از مریم رجوی بزنه که اونطور بره فالوورای غیر مجاهدی که اینجوری میخواستن نفر شکار کنن که به حال هستای مقاومت تشکیل بدن در داخل مثلا بسن. بخش متغیر این دستور که هر روز صبح میومد به این صورت بود که مثلا توریسیلی، مکن، جان بولتون یا سایر همون دیوونه های لابی آیپک یه مقاله زده بودن در فلان سایت چاپ شده بود، این ارزم بودتون که یه مقاله علی ایران زده بود، ما با حساب های جیمیلی که باز کرده بودیم، اونایی که انگلیسی نیستونه که عربی ها با زبان مختلف یا حتی اگر فارسی بود باید میرفتیم مثلا با ترنسلیتور گوگل مثلا ترجمهش یعنی یه کامنتی مثبتی میزدی که مثلا جناب بولتون شما حامی مردم ایران هستین، مردم ایران فراموشی من لطف شما رو در این بزنگاه تاریخی در این گذرگاه که شما دارین کار انسانی رو انجام میدین و فلان و مردم ایران قشرین چیز میشن و آزادی میخوان اینا، که اینجوری اون نفر رو تشویق کنیم یا خبر اون سایت رو ما باید پروموت میکردیم، یعنی انتشار میدیم تو صفحه های اجتماعی خودمون، حالا انگلیسی این سر حالا، یا اینکه مثلا رادیو فردا یا تیتر فارسی هر کسی اینا یه چیزی گفته بودن علیه سازمان بود، علیه فرقه بود یا نه به نفع اصلاح طلبا بود، ما باید میرفتیم باز همه شروع میکردیم کامنت های منفی میدادیم و شروع میکردیم ارزم بزارتون که جد آباد طرف فوش میدادیم به این صورت، یا اینکه یک سری حساب ها رو اینا میدادن مثلا میگودن این لیست حساب هاست، امروز همه اولین کاری که میکنیم بود تک تک این حساب ها میریم این حساب ها رو ریپورت و بلاک میکنیم، که برای توییتر برای این حساب مشخص چندین هزار حساب میره و این حساب رو توییتر میکنه، اونم خب برای هوش مصنوعی دیگه رباته میبینه این همه ریپورت برای یک حساب من، اون حساب رو مثلا برای یک ماه میبنده، کما اینکه حساب توییتر خود من الان بسته شده است چند هفته یه داخل فرقه این حساب توییتر منو به نفرات دستور روزونهشون اومده که همه بینید حساب مزدور حسن حیرانی رو ریپورت رو بلاک کنید، که اون همه حساب من بسته شده الان جدیدم باز شده ولی اجازه توییت بهم نمیده تا را یه خور دیگه بریزه اینجوری مونه. این کار ما این بود در واقع، این تروریسم اینترنتی فرقه اینطوری بود، تشویق و یا تهدید و یا به حال خلاصه سیاه نمایی کردن به این صورت بود. حالا بگذاریم که یک موضوع یعنی مثلا من خدمت شما عرض کنم که علارغم حتی خودتون میتونید این چیزی که من میگم مثلا بعد از برنامه برید چک کنید، علارغم این که بخش دستور ثابت روزانه همین ارتش سایبری مریم خانم هر روز این بود که ما بریم حسابای مریم رجوی رو برداریم توییت کنیم و ریتوییت کنیم و لایک بزنیم، توییت های مریم رجوی میرفتیم تعداد توییت ها مثلا در حد چند صد تا بود، ما چند هزار تا حساب داشتیم، خیلی توییت ها مثلا 50 60 تا چند ده یا ماکسیمم چند صد بود اینطوری، حتی پیام های خود مسعود رجوی تو یوتیوب گذاشته میشد که حتی تو دستور میگه آقا بریم فلان چیزو پیام برادر رو مثلا ویو، مثلا شما هر یک باری که اون تو یوتیوب بریم اون کلیپ رو نگاه کنیم اون شماره ویوش یه دونه میره بالا دیگه، یا اگر اون پایینش که یه لایک هم بزنی یه دونه به لایکش اضافه میشه، لایک مثبتش به این صورت، یا سابسکرایب کنیم چیز سابسکرایبش بالا میره. بعد یه دفعه به یه جانوری بود فرمانده مقام رو افشین ابراهیمی که بهش گفتن که به این نگاه کنن این پیام رهبری چند روز پیش یه هفته از پیامش گذاشته بود برای داخل برای پیام به پیام داده بود 6 تا ویو داشت، بعد خودش سرش انداخته بود پایین میگفتش که آره دیگه آدم ها
اون دستور رو انجام نمیده دیگه. یعنی این رهبر مقاومت، رهبر مقاومت انقلاب نوین ایران بعد از چند روز 6 تا ویو داشت. تازه 6 تا اومدن نگاه کردن، نه 6 نفر حاضر شدن انجام بدن. فرق میکنه. آقای حیرانی، آقای فرخ سپهرار از همین منطقه ما در واشنگتن و آمریکا نوشتن که این آقای حیرانی اصلا حیران نیست، ایشون آزاد است. گفتم خب شاید به همین خاطر که شما اسم آزاد هم به عنوان پسوند اسمتون، اسم مستعارم توی فرقه آزاد بود. بله، چون ما داخل فرقه میرفتیم نباید اسم اصلی میداشتیم، نام گفتن که چیز امنیتی داره، به این صورت اسمو گذاشتم. بله، آقای رزاقی میگن که فرقه رجوی و به طور خاص مریم قجر جرأت ندارد با زنان فرقه به همان اندازه‌ای که زنان در رژیم آخوندی آزاد هستند آزادی بدهد. آقای محمد عظیم میشمست هم گفتن که آقای سوربی دوستان درست میگویند، به خاطر عدم اعتماد به افراد اتاق کنترل را اندازی کردن که تمامی کارهای افراد را زیر نظر داشته باشند که مبادا کسی با یک دختر و یک خانم بیرون ارتباط برقرار کنند یا از سایر سایت‌ها و برنامه‌ها دیدن کنند. و آقای مالک بیک مشعل، من سلام میکنم به ایشون، ایشون گفتن که آقای سوربی برده چیه؟ به خدا ما عین ربات بودیم، کدام برده خودش رو میندازه زیر خود رو، یا اضافه کنیم کدام برده خودش رو آتش میزنه به دستور صاحب. و اما اینو شما پاسخ دادید ولی من میخونم چون سوالات فرستاده شده. میگن این سوال پیش میاد وقتی نفرات وارد دنیای اینترنت بشن، تاثیرات اینترنت بر ارتش سایبری بلای جان فرقه رجوی خواهد بود. این هم سوالی بود که من خندم گرفت و شما گفتید مثل یک اسلحه ای که معلوم نیست به کدوم طرف نشانه رفته و شلیک میکنه. درباره برنامه روزانه ارتش سایبری سوال کرده بودن که شما توضیح دادید که دو نوع هست و مثلا یکیش همین حمله به شما بوده و وقتی ریپورت کنن اون سایت اونها هم چون مثل کامپیوتر عمل میکنه، اونا میبینن که مثلا 500 نفر شکایت کردن، خود به خود شما رو 30 روز میبندن یا اصلا حسابتون رو میبندن. بعد سال هشتم این بود که ارتش سایبری این که اینها بنیان نهاده بودن تماما یک سازمان کار داشت، یا مانند تشکیلاتشان از بخش های مختلف و اردوگاه‌های مختلف یا مختلف ارگان‌های مختلف تشکیل شده بود. در واقع بعدش نوشتن در واقع ارگان تشکیل دهنده این ارتش سایبری به چه شکلی بود؟ میخواین در این مورد بیشتر توضیح بدید یا همون توضیحاتی که دادید کافی بوده برای حالا؟ اینکه سازمان بیشتر سازمان کارشو گفتم، حالا اینکه هدایت این وضعیت چطوریه، اون دستور حالا در فرقه یه بخشی بود مثل بخش سیاسی که حالا با مدتی چند سال اونجا بودم که با همین کشورهای غربی کار میکرد، یک بخشیش قسمت این در فرقه است به اسم روابط که اون موقع برحال با کشور عربی در ارتباط بود که عربی میگفتن ارتباطات با کشور عربی. بعد یه بخشی هم در فرقه هست به نام ارتباطات یا اسمش امنیت ارتباطات یه همچه داره که قدیما همین ارتباطات نفراتشون نفرات و مخابرات و سیستمای امنیتیشون بوده که مثلا سر سیستمای شنود و فلان یا تو مرز شنود میگردن از ایران به عراق میدارن، خلاصه همه چی بخش سیکرتیه اونجا، یعنی هر کسی هم اونجا نمیبردن. بعدن که همین کار فضای مجازی و اینا چیز بود، بخش ارتباطات و سروراش و این چک و کنترل و یا ضوابطی که نشون رو توسط همین قسمت ارتباطات بود که در فرقه ضوابط فرقه یه ساری و جاری میشد که هرچی بیشتر محکمتر کنن ببندن کسی روزنه نداشته باشه تو دست ارتباطات بود. ولی دستور کار از طرف همین اربی و همین قسمت سیاسی بود که اونا حالا در قالب یک دستور تک نسخه می اومد که اونا چون در ارتباط بودن مانیتورینگ کردن مثلا سایت ها و خبرگزاری های مختلف فلان، ما که به هر حال دیگه توی مقرات بودیم
دیگه باید میرفتیم خبرها رو مثلا یکی که پروموت میکردیم فلان میکردیم. یه خلاصه اون نویسنده‌ای که حالا اینا پول بهش داده بودن که اون مقاله رو نوشته بود، در اون کار اینجوری یه تشویق معنوی هم بشه که اینقدر بیننده داشته این مقاله من، اینقدر پیام از ایران برای من اومده فلان، که اینجوری از اون ورم طرف رو باد میکردن، چون بهش که نمیگفتن که نفرات خودمون دارن این کار میکنن، اینا شیطون بازی اینا بود دیگه، که اون بولتون فکر کنه که مثلا یا تو اسلیپ فکر کنه که مثلا حالا مثلا چه خر مهمیه و تو ایران چقدر این شرونده داره و که مثلا یه همچین چیزایی از ایران براش گذاشته شده. ولی کلا به قول معروف انسان و حریصان انما منعه، انسان هر آینه حرص میبرسد از آن چی کنون مندش میکنن. این وضعیت فشارهای فرقه و بگیر به بندها خواه نخواه به خاطر اینه که طبع بشر اینه، تبدیل به یک بازی موش و گربه شده بود بین افراد، که افراد در خفا در پنهان هی اون روزنه رو برای خودشون ایجاد کنن. حتی همین الان هم در این مزرعه حیواناتی که الان اینا درست کردن که خود همین زهرا خانمشون برداشت اومد تو نشست گفتش که آره به درخواست خودتون قرار شده که به طور ناگهانی فرمانده بیاد ساک شما رو کمد شما رو بگرده به خاطر اینکه جلوی نفوذ رژیمو بگیریم، خودتون پیشنهاد دادید. چرا دروغ میگید؟ بعد الان اینطوریه که مثلا به طور ناگهانی مثلا توی آسایشگاه و فرمانده افچی میاد با یک نفر دیگه الان از قسمتی مربوطه با اف آی خود نفر، یعنی فرمانده مستقیمش و خود نفر در حضور نفر کمودش از بالا تا پایین و تمام وسایلش رو میگردن که توش سیم کارتی یا مثلا موبایلی چیزی یا باشه که قایم نکرده باشه. این وضعیت خفتبار رو ایجاد کردن، ولی همچنان ارتباطات خیلی زیادی وجود داره. بله، داستان شلیک به دشمن خدا و خلق در دنیای مجازی چه صیغه است؟ موضوع چیه؟ برای ما توضیح بدین لطفا. این همینه که گفتن تو مقالم بود این جمله که اینا میگفتن که این کامپیوتری که سازمان امانت شهدا حالا هم حرفی که برای تانک ها میگفتن، خلاصه این شما هر کار دیگه بکنی این برای اینه که شما به دشمن خدا و خلق شلیک کنی، هر کار دیگه انقلاب خواهرمریم داره شلیک میکنه. یعنی خلاصه یه آهنگ گوش بدی، یک مثلا برنامه طنز نگاه کنی، یا به قول شما یه چیز مستهجنی نگاه کنی که البته این هم چیزی هم نبود این دیگه. ولی خلاصه این، ولی هدف اونا حتی این نبود که چیز مستهجن، حتی اونا مشکلش نبود، مشکل باز شدن فکر آدم ها بود، سطح فکر آدم ها رو اینا از اون سطح فکر تشکیلاتی که خودشون ایجاد کرده بودن و ساخته بودن نمیخواستن اون سقف بشکنه، آدم ها چشمشون باز بشه که نه در ایران یه اتفاقایی افتاده، یه چیزای دیگه هست، این حرفایی که ما میزنیم خریداری نداره، اینا اینو نمیخواستن. بنابراین برای همین تعبیر خودم بود که این از یه طرف شده بلای جون ما که مدام تذکر با آدم ها میدادن، و از طرفی هم شده بود بلای جون فرقه که این کامپیوتر این فضای مجازی شده بود یه توپ و تفنگ بی سمت و سو که مدام به در و دیوار انقلاب خواهر مریم شلیک میکرد و یه چیز از این انقلاب خواهر مریم نداشته بود. آخرین سوال در رابطه با همین هست که افراد وقتی روی اینترنت میرن، اینجا دوستان نوشتن که با توجه به اینکه اینترنت و دنیای مجازی بعضی مواقع از روی کنجکاوی نفر را به جاهای دیگر میبرد، آیا در این رابطه در تشکیلات مشکلی پیدا نشد یا نداشتید؟ منظورتون چیه که به جاهای دیگر میبرد؟ این برای همه هست، شما مثلا میخوای برید راجع به ماشین بعضی فامیلاشون رو پیدا کردن، بعضی هم توی همین چیز آشناهاشون رو پیدا کردن. خب بالاخره من توی وقتا مشخصا فرمانده ما همین رو میگفت، میگفت کسی حق نداره اسمش سرچ کنه، مثلا خود شما میرید توییتر و سالیان مطالعه اسم برادرمو بزنم میگم چی میگه، صفحه توییتر برادرتو پیدا میکردی یا نه اصلا تو سرچ گوگل میزدی بعد میرفتی مثلا توی چت توییتر یا مثلا چیز میکردی میرفتی ارتباط برقرار میشه. خیلی ها اینطوری شدن و اینا اینو نمیخواستی که فرق، اون میخواست زندان فکری و زندان باشه و امضای خون و نفس رو همچنان نگه داره، نفرات برده خود فرقه باشن، اون اینو میخواست. برای همین همش هم میگفتش که مثلا آدم ها میگفتن که قبلتر هم آدم ها اعتراض میره خوب بشن، برای تو
تو که میگی مجاهد خلق، تو که پیکان تکامل، تو که میگی فلان 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 پیشتاز مردم ایران، تو که میگی آوانگارد، چجوری که آخه من کار با یه موبایل استادن بلد نیستم؟ من خودم به خودم خندم میگیره، به خودم میگم آوانگارد، من خودم کلمه مسخره یه برام کلمه پیشه. من اونجا دیگه چیکار میکردم؟ میمانم گفتن که نه، حسنات الابرار سیئات المقربین، ما چون مقربین درگاه بارگاه الهی هستیم، چون ما مجاهد خلقیم، چون ما پیشدازیم، چون ما جلودار یه حرکت اجتماعی هستیم، چون تاریخ سازیم، حسنات الابرار اون چیزهایی که برای آدمای خوب حسنه محسوب میشه، سیئات المقربین برای ما که مثلا مقربین درگاه الهی هستیم این سیئات این زشتیه. مثلا ازدواج، ازدواج واسه افراد خب یه چیز پسندیده و خوبیه برای سنت پیغمبر و خدا هم سفارش هرینا، ولی برای ما که مقرب درگاه الهی هستیم، برای ما که میخوایم سرنوشت جهانی رو عوض کنیم، میخوایم فلان کنیم فلان کنیم، خب برای ما خوب نیست. حالا این حالا بیا جرأت داری بگو واسه کجا ما مقربین درگاه الهی هستیم، اینو کی گفته اصلا؟ خب اینا به کس جرأت نداشت بگه دیگه. بسیار ممنونم. آقای شیرزاد فکر میکنه که آخرش مجبور میشن سایبر رو یا اینترنت رو تعطیل کنن، نظر شما چیه در این مورد؟ والا راستش رو بخواییم، ما که با بچه ها در داخل در ارتباطیم، اینا خب کار روی خود محدود کردن، اینقدر محدود کردن ضابطه پشت ضابطه، نیمدن تعطیل کنن روشون هم نمیشه بیا. مثلا چون که به طور واقع اینا که اون موقع در پی یه تضادی که ما اومده بودیم که اشاره کردم در آپارتمان های کشار کاری نبود، آدم ها ریخته بودن تو کوچه آدم ها رو جمع کنن، خب این یعنی ارثیه یه الان که رو جون فرقه افتاده که مال اون دوران پیار ساله یا سه سال پیش که ما اومده. الان که اینا تونستن با دولت آلبانی با اون بخش فاسدش دیگه خلاصه چیز کنن و پولا هم از سعودی اومد و یه آلکاتراسی ساختن اینجا، مزرعه حیواناتی ساختن اینجا و آدم ها رو رفتن ریختن و یه سکوریتی های بسیار قلچما و هیکلی هم استخدام کردن که با مسلسل رو دور تا دور همین مزرعه حیوانات دارن کشیک میدن و رو به داخل مزرعه حیوانات. حتی بچه ها اونجا بودن واقعا خدا پدر مالکی رو بیامرزه، سربازای مالکی دور اشرف بودن، یک بار ما ندیدیم سلاح دستشون باشه، با زیر شلواری راه می‌رفتن، با پیژامه با زیر پوش راه می‌رفتن، اینا همینجوری تا دندون مسلح دور چین جخر، بعد همش هم نوک سلاحشون رو به ماست، بعد میگن ما اینا رو استخدام کردیم رژیم به ما آسیبی نزنه. خب اینا تو به طور واقعا که نیازی ندارن به فضای مجازی، که چرا؟ چون تو فضای مجازی هم که ما ارتباط خاصی با ایران که نداشتیم، که بواسطه ایران فراموش کردیم، برش فرهنگ تاریخی از چند دهه پیش ایران هم ما نشستیم یه این احمقا همدیگر رو داشتیم توییت میکردیم به توییت میکردیم، یعنی و صدامون اصلا که توییت ها که در داخل ایران خریداری نداشت، اصلا کسی جذابیت نداشتیم برای کسی. بنابراین الان نمیتونن روشون میشه بیاد بگن که نه دیگه نمیخوایم، میخوایم مثل عراق زمان صدام حسین باشیم، خب اینا که نمیتونن بگن، قیمت خودشو داره. ولی اینقدر ضابطه چیز کردن، کار بسیار روتین نمایشی فلانی شده که در حد همون چند ساعت کار مثلا این به این صورت، دست بازی هم کسی نداره که بتونه کاری بکنه توی همون فضای مجازی و به این صورته. نه بستنش ولی عملا نخود، فقط اون موقع که قبلا پارسال شروع کردن حسابای تلگرام رو انداختن که بشه از پیوی پرایوت چت تلگرام بتونن با چون تو ایران بیشتر به تلگرام بود اون موقع که بتونن یه سری مثلا افرادی رو هسته ایجاد کنن که حالا الان نمیره تو کوه و بیابون اینا میرن چیز میکنن، عکسی میذارن و مثلا یه هسته مقاومه در این حد، ولی چیز بیشتری نداره. آره، چهار نفر صورتاشونو پوشوندن، تازه معلوم هم نیست کوههای تهران است یا دم و دشت آلبانی. این سوال در رابطه با اون خیابونی که شما گفتید و من نشون دادم خیلی جالبه. یادم میاد وقتی سینماها تعطیل میشد یه جایی اینجوری شلوغ میشد. الان این خیابونی که عکسشو فرستادین شما دوستان، نگاه کنید دو تا ماشین که پارک کردن اینور اونور،
دیگه امکان یه دونه ماشین رانندگی کنه بیشتر نیست، یعنی 4 تا ماشین نیست، اینقدر این خیابون باریکه و طولش هم شما گفتید. یه مسئله ای که اون 1000 نفر به قول معروف خارجی همه سیگاری و همه با اون سیبیلای سال 1960 و اینها، حتی لباس های چینی و اینها، این ساختمون ها رو خریده بودن یا اجاره کرده بودن؟ چی شده الان؟ این ساختمون ها مال یه سرمایه‌داری بود که خود این سرمایه‌داره 8 سال در زندان شهر ولور زندانی سیاسی بوده در زمان انور خوجه، از جناح لیبرال این کشوره که سازمان این ساختمون ها رو طرف آدم لوردی ساخته و فقط برای فروش اجاره هم نمیده. چون سازمان ملل همش رو اون دوتا بلوک سمت راست رو کمپلت اجاره کرده بود، دیگه حاضر شده بود اجاره بده که به مدت همین 1 سال و نیم فکر کنم اجاره کردم دیگه. آقای کرمی یه موضوعی رو عنوان میکنن خیلی جالبه، میگن این سوال پیش میاد، از یک سو به شما میگفتن گوهرهای بی بدی زمان، بی بدیل، بله، یا بی بدیل هرچی، بی بدیل یعنی بدون جایگزین، بله بله، از اون طرف به شما اعتماد نداشتن که در دنیای مجازی شما خودت به تنهایی بتونی تصمیم بگیری چی رو ببینی چی رو نبینی. آقای موسی هم میگه که این از دجالی های رهبران این فرقه میباشد، در ساختمان سازی برای کار کشیدن از نفرات میگفتن هر ساختمانی که شما میسازی شلیک موشک است به قلب رژیم ایران، این طوری از نفرات بیگاری میکشیدن. بله، آقای رزاقی هم میگه میگه آقا سیبیل ما با سیبیل افراد فرقه فرق میکنن، سیبیل ما ترکیه. آقای حیرانی من از شما ممنونم، از دوستانی که قبلا در برنامه ما شرکت کردن ممنون و متشکرم، و باز هم از دیگر دوستان دعوت میکنیم که با تماس خودشون با شما دوستان با تلویزیون مردم این بحث ها و گفتگوها رو ادامه بدیم تا این صفحات تاریخ مجاهدین روشن بشه. سازمان مجاهدینی که 50 سال پیش با اون امید و آرزوها توسط چند جوان آزادیخواه درست شد، ببینید امروز به کجا رسیده که تبدیل شد به ارتش آزادی بخش که قابل استخدام بود برای دیکتاتورهای دنیا از جمله صدام، عربستان سعودی، اردن، و امروز هم تبدیل شده به ارتش سایبری که خودشون هم نمیدونن فردا در انتظارشون چی هست. بازم از شما ممنونم، اگه صحبت داری بفرم. فقط در رابطه با همین بیگاری که از افراد سر ساختمون سازی، ما تازه تون گلو شل ما رو برداشتن بودن تازه تأسیس شده مزه حیوانا، یه نشست زهرا مریخی گذاشته بود، اینقدر بی حیا این زنک برداشته بود میگفتش که آره ما اینجا 2000 نفر برادر اونجا داریم، 1000 رو خورده اینا، اندازه 1000 تا کارگر اونجا راندمان نداره. چقدر این بی حیا بود که ما تو آدم ها رو که 30-40 سال شیره جونشونه کشیده خیلی اینجا، بعد تو اینا رو کارگر میبینی، بعد همه ما رو بردن اونجا چکمه و کلاه و بعد این جلیقه های چیز، بعد برای اون شرکت همه کارگر و شرکته بودیم بشیم کار میکردیم که چیز، بعد چرا طلبکار اومده بود میگفت. بعد خود همین زهرا مریخی سوال نزدیک باید ببینیمش، حتی همین بچه ها میگفتن اینایی که حتی خواهراشون مثلا توی قسمتی بودن که من تو خواهرام همین صحبت ها هست که چجوریه، مگر خواهر زهرا مجاهد خلق نیست؟ ما که مجاهد خلق چجوریه خواهر زهرا این همه بوتاکس و این همه گریم و آرایش و این لباسایی که خواهر زهرا باشه، چرا بقیه حق ندارم بپوشم؟ چون اونا بدبخته اون زنها برای اینکه میگن که جیم برانگیز نباشن، یعنی جاذبه های زنانگی نداشته باشن، یک لباس های گونی تنشون باید میکردن و زهرا خانم یه لباس های بسیار تیپ و چسبی می پوشید. خود مریم خانم شما مگر بقیه مجاهده خرم نیستم، مگر فقط تو مجاهدی، فقط تو حق داری کیف کنی اون همه از اون سطح چیز داشتی؟ چطوری که مثلا اون روز واقعا تو خیمون داشتم می رفتم، چند تا از همین خواهرهای مجاهد سابق رو دیدم که جلوی کفش روشی بودن، داشتن کفش دست دوم می خریدن،
من رد شدم به جد دعوای رجب فوش شدم گفتم که شما باید به اینجا کفش دستوبان بخریم. اونم هیچی نگفتن سرشون پایین من رد شدم رفتم بیرون. واقعا زورم میاد، من حتی با اینکه از فرقه اومدم بیرون یه سری ظلمایی که به افراد اونجا داره میشه زورم میاد میبینم این صحنه ها رو. امیدوارم که خودشون هر چطوری تصمیم بهتری بگیرن. من ممنونم از شما و بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. امیدوارم در برنامه های آینده خبرهای خوب و خوش و بهتری از شما و دیگر دوستان داشته باشیم. مرسی که با ما بودید. قربان شما، خیلی ممنون. منم خیلی ممنون و سپاسگزار از شما و تمام بیننده های محترمتون. قربان شما، خداحافظ. خدا نگهدار، به امید دیدارتون. دوستان عزیز، شما هم اگر مایل باشید در برنامه ها شرکت کنید، چه به صورت مهمان چه برنامه های خودتون رو داشته باشید، میتونید تماس بگیرید با تلویزیون مردم. همیشه گفتم یک تماس از شما بقیه کارها از ما. آقای حجاری میگه آقای صوبی کارهای سران فرقه میکردن، فکر میکردن در عراق هستن. یک مرتبه 500 نفر را میبردن تلکابین، خدا وکیلی آبروریزی بود. اینها هنوز در غار عراق به سر میبرن. آقای رزاقی هم میگه لباسهایی که اعضای فرقه میپوشن لباسهای چینی که در آمریکا در عراق ببخشید که آمریکایی ها در عراق به فرقه هدیه داده بودن. دوستان عزیز، برنامه های تلویزیون مردم رو پی میگیریم و این برنامه تا یکی دو ساعت دیگه روی یوتیوب هم به صورت بایگانی قرار میگیره، در فیسبوک هم هست و ما اینها رو ور نمیداریم تا زمانی که خود فیسبوک اجازه میده. روز روزگار بر شما خوش. مرسی، ممنون که با ما بودید.